اپلیکیشن 724 تقدیم می کند. زیرو میتونی با 724 پرداخت کنی. متنوع ترین روش های پرداخت سریع و راحت قبوض رو با 724 تجربه کن. با کدوم روش راحت ترین؟ شناسه قبض، استفاده از اسکن بارکد یا استفاده از روش پرداخت پرتکرار، از آب، برق و گاز گرفته تا تلفن همراه و ثابت یا هر قبض دیگه ای، میتونی برای پرداخت روی 724 حساب باز کنی. خب سلام رو ماهتون. سلام. وای عاشق این گروه هم روی ماهتون. ما عالی هستیم. دمتون گرم. این گروه همشون عاشق شماست. کوچیکتون هم. سلام. ناتو داریم دوباره. با کیا؟ با این گروه شیطون. دست قبل یه ذره پیچیده شد، سخت شد، نه؟ ولی جذاب بود. باحال بود آره. تاش ولی همه ناتو رو از اول حد زده بودن که من نتونستم. خود من که حد زده بودم باز مثلا 55 45 بودم. ولی هیچ کس مثلا 100 نبود. نامطمئن بود، یعنی میگفتم یهو ممکنه لحظه آخر بگم علیه. اینجوری میشه. من سر اون بسکتباله شدم 60%، بعد سر اون سوال توکیو ژاپن که بود سفر 100% شد، اما باز که تخته اومد دستم گفتم نکنه آلزایمر نکنه علیه. خیلی تردید با مزه تو چشمات بود. قلبمون اومد تو دهنمون اون لحظه که مهسا هم گفت تو رو خدا نفر دستمال کاغذی رو برمی‌داشت، گفتم اختون دوباره می‌ذارم. فقط دلم نمیخواد تو این بازی ناتوشم، به خاطر اینکه اون لحظه من اونقدر استرس کشیدم نمیتونم تصور کنم که این چقدر استرس کشید. آره. دیوونه میشه آدم واقعا. خب هم آمادهید هم پایه دیگه. بله حتما. بله آماده. یه دست جذاب با هم بازی کنیم که یه دست جذاب بازی کنیم. نه بخواست بازی کنیم. بازی کنیم دست هم میزدیم. عالی بود. گفتم یه دست جذاب با هم داشته بودیم بازی کنیم. دوباره آب دست هست. مثلا ممکنه یه جایی دیگه مثلا بگم که آقا من یه چیزی دیدم کف کردم یا کف مرتب بزن. خب اولین ویژگی از ناتو این بازی نگاه بکنم ببینم به کی میخوره. خب ناتو این بازی یه چیزی داره که هی تکرار میشه براش و اون اینه که مثلا وارد آشپزخونه میشه هر بار نمیدونه چی کجاست. این موضوع تکرار میشه براش. مگه میشه؟ ناتو در اومد. اصلا ببین این اصلا چه حافظه ایه. علیه. این علیه. علی چیه را آقا بدشانسی ناتو شدی؟ علی واقعا بچه ها جا به جا میکنم وسط تو خونه؟ شما با من تو آشپزخونه اومدی؟ نه چی؟ فقط تو آشپزخونه این اتفاق میافته؟ ظاهراً علی غالب توهی کرد. من آخه شما اصلا با من تو آشپزخونه اومدی؟ بچه علی ریخ. نه سوال من از آقا مهری. نه اینطوری شد. چرا منو زود انقدر فهمیدی ناتو؟ نصف علی ریخ. چرا اینو البته بچه ها یه چیزی هست. یه چیزی هست. آلزینو باید بذاریم که
شاید ناتو منم و این رو نه من نه شما حسین شما آه. شاید ناتو منم و این رو از قصد گفتم که بریزید رو علی. ببه همون جوری که سه بار قیمه خوردن در روز واقعا بهت بیشتر می اومد الانم این چیز به علی بیشتر. ولی در نهایت ناتو نبود دیگه. بچا فعلا با یه دونه نریم رو علی. باشه باشه. علیو گوشه ذهنمون داریم. ایمانم نگه. آقای سفارم نگه داریم. آره. منو نگه. باشه. ممکن خیلی هوشمندانه عمل کرده باشه. راست میگه ایمان. من مشکل ندارم من ایمان صدا کنید. آره واقعا. پس آقای صفا پس. آقا ایمان. یه چیزی رو ولی واقعیتش بگم، دو تا خانوم تو این سن تو آشپزخونه برن آشپزخونه رو حفظن اصلا. من که آشپزخونه هم مثل من چشبسته میتونم. من یه سوالی از شما دارم آقا مهری. ایشون تمام کار خونه رو انجام میده جز برق کاری، همینه دیگه. درگیر مسئله مردونه شده ممکنه تو آشپزخونه جدی دارم همه کارهای خونه من جمله آشپزخونه. ولی این یه مثال بود، مثلا تو آشپزخونه میره نمیدونه چی و کجا گذاشته، بره سر وسایلش نمیدونه فلان لباسش رو کجا گذاشته. تو آشپزخونه نوشته بود حساس. من ناتو نیستم. اوکی اوکی، برای یه دونه خیلی داریم وقت میذاریم. بریم جلوتر. بریم سوال اول. میگه سرعت کدام حیوان بیشتر است؟ چیتا. یک اولاق. چرا یک اولاق؟ اولاق. دو یابو. سه خر. چهار قاطر. پنج اسب. یابو اسب دیگه. اسب دیگه. یابو چیه؟ یابو باباش خره، مادرش اسب. اصلا کار یابو چیه؟ نه قاطر این اولا. اولا که اون قاطره و یابو چیه؟ خر و اسب. بعد اسب از همه اینا سریع‌تر. یابو اصلا بارکشه. نمی دو اصلا اینقدر، یعنی گزینه ها پرت و یه گزینه واضح. بله واقعا اسب دیگه. من اسبه. میگم الاغ مثلا. الاغ واقعا از اسب سریع‌تر میدوه. الاغ اگه بخواد بدوه شاید سریع‌تر. نه من با الاغ چارنل رفتم سوار شدم. نزن این حرفا اسب. خب چرا مسابقه الاغ سواری نمیزه اسب سواری میزه؟ نه نه الاغ سواری هم مسابقه الاغ سواری هم هست در آره در اروپای مرکزی هست. الاغ سواری آره 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 سرعتی آره. اولاق هم چارنر میره خیلی خوتند میره. آره ولی اصلا در مقایسه با اسب چیه؟ یابوه دیگه. یابوه؟ یابوه. یابو بار میکشه علی آقا. آخه اولاق که یابو که از اولاق بهت اینا تو حالت عادی بررسی شدن دیگه، چیزی که مزرعه نکرد. اصلا یابو بارکشه. اصلا یابو بارکشه. قدرتیه. همون اجماع بفرمایید. اسب. اسب خانم. اصلا اوکی نیستم. اصلا اوکی نیستی. خب پس گزینه چیه؟ من مثلا میگم یا اولاغه یا یابوه. یعنی تو به نظر تو دیگه باید به اطلاعات عمومی سطحی هم شب کنی. اسب دیگه. من یابو بودم. حالا میگین چیز من یابو هم. من یابو بودم. خودم یابو بودم. اسب آقا. من یابو بودم اسب شدم. دور از جونتون بابا. دور از همون اسبه. اسب. اسب روشن شود. حالا خدا اگه چیز دیگه ای باشه. بعد الاغ با خر چه فرقی؟ اسمم رو عوض می‌کنم. نرو مادگیشون. الاغ ماده خر نره. فرقش مثل مثلا گفتن نرو ماده. اسب روشن شه. نرو ماده؟ بله الاغ ماده است. اسب روشن شد. ببینیم سبز هم میشه. بابا ماشاءالله ماشاءالله. آره دیگه. بابا دیگه خیلی ساده بود. این از اونا بود که بیننده ایسکامون رو میگرفت. اولیش آخه خیلی ساده بود. میومد یعنی پایین پستام کامنت میذاشت تو با یابو برو سریع تر میرسه. تو با قاطر برو. ولی الان میام برای من میذارم. خدایش اگه میخوان کامنت بذاریم من یابو رو گفتم بسط بود. شما گفتین من گفتم اول قطعا از وقتی پخشه همه اینو میگن. به نظرم پیجتو ببند. آخه سوال اینقدر آسونی بود که آدمو گمراه میکنه. این دفعه با اولین سوال 10 میلیون زدید دیگه. دست شلی زدید برای خودتون. برای 10 میلیون کمه. برای شروع خوب بود دیگه. علی صبوری ناتو باید کمک به جواب درست کنه. نه جواب غلط رو بگه. یادتون محمد رضا جان شما یه منکس بر میداری؟ و میگی 10 میلیون تومان. آره هر منکس اینجا تو این مسابقه معادل 10. بچه ها این 10 میلیون تومانه که الان ممکنه با این منکس به چشم نیاد حقوق یک ماه یک کارگره ها. بله بله یعنی خیلی پول زیادیه. بله پول
با ارزشه. ولی ما خط فقرمون همچنان دور... نه بله خط فقر ما بیشتر از ایناست، ولی میخوام بگم دستمزد یک ماه یک کارگره یه ذره باید سفتر دست بزنیم براش به نظر. خب به نظرتون مشخصه بعدی ناتو این بازی چیه؟ موشو رنگ کرده اومده تو جمع. لباس قرمز میپوشه میاد. منو دارم تلویزیون نگاه میکنم منتظر سوالم. اینقدر ذهنم درگیره. چی؟ لباس قرمز میپوشه میاد برنامه ناتو. اخونه میره بیرون نمیدونه که کجا بود و از کجا اومد و به کجا خواهد رفت. اینو شاعرش آقای رسول یونان نیست؟ به جای شامپو وایتکس زده به سرش. گوگولیه. این ویژگیش خیلی گوگولیه. من خوشم اومد. چیه؟ حالا درسته میره تو آشپزخونه هر دفعه نمیدونه چی کجاست، اینم هی تکرار میشه، ولی یه تعداد عروسک داره زیاد که مدام با اینا حرف میزنه. خب باشه این منم. مدام با اینا چرا به خودم نگفتیم؟ من عروسکم کجا؟ واقعا تو چه ویژگی داری؟ من با عروسکام خیلی حرف میزنم. حرف میزنی با عروسکام؟ عروسکم کجا نری؟ فکر کنم تو اتاقم 8 9 تا عروسک. واقعا چی؟ من واقعا اصلا عروسک بچگیم عروسک بازی هم نمی‌کردم. من عروسک موز دارم. آووکادو دارم. عروسک گلابی دارم. سیدو درخت بامبو دارم. سیدو دارم. سنجاب اصلی اخوندانم با بلوطش دارم. باهاشم صحبت می‌کنی؟ آره گپ می‌زنم. تبریک میگم شما ناتو. خوشحال شدی تو هم وایسا. من مثلا به موزت چی میگی؟ سلام موز. به موز. وقتی خیلی حالم بده من تنها کسی که باش درد دل می‌کنم مادرمه. مادر. خدا حفظش کنه. خدا خیلی سلامت باشی. خیلی وقت‌ها خیلی از مسائل رو نمیتونم به مامان بگم، چون مثلا اگه به مامانم بگم مامان من الان 1,000,000 تومان بدهکارم میگه دروغ میگی تو 1,000,000,000 بدهکاری، بعد میره 6 ماه هرس میخوره، باور نمیکنه که مشکلم. بعد به عروسکات میگی؟ آره با عروسکام گپ میزنم. عروسکات چیا به دست بزنیم واسه تمام مادرای دنیا بزنیم. برای مادرها، مادرای دنیا یه دست بزنیم. مرسی. نمیدونم اینجا نمیشه ولی من دلم میخواد به احترام مادرم بایستم. منم به خاطر قواب و اینا کاری ندارم. یه ذره دمتون گرم قشنگ بود. یه چیزی رو پیچوندی. چیو؟ نگفتی دقیقاً خواسته به موزت چی میگه؟ با موزه حرف نمی‌زنم. موزه رو تازه گرفتم. موزه رو یه هفته از کادو گرفتم. باهاش حرف نزن با موز. ولی داره تازه داره با موزش آشنا میشه. با سنجاب اصلی یخبندانم اینقدر عروسک زدم که اگر توش از این دستگاهی ضبط صوت دو سالگی هم صحبت نمی‌کرد. اونو براتون پلی می‌کردم زار زار گریه می‌کردی. انقدر درد دل می‌کنم. نه فکر نمی‌کنم. ایمان ببین چون که من یه دخترم تو داری به من شک می‌کنی که من ایمان یه سوال. الان متولد چندی و تو چند سالگی با عروسک صحبت می‌کنی؟ اینو می‌خوام بدونم. داداش 2 ماه موز آورده. این الان میخواد بدونه من متولد چنده. متولد چندی؟ اصلا فهم کنی جلو دوربین دروغ میگم. نه میخوام اصلا بدونم متولد چند. مردم میدونن متولد چنده. 62. چندی؟ 52. امکان نداره. یعنی یه سوال، تو الان تو سن 50 سالگی میری با عروسک صحبت میکنی؟ با موزش صحبت میکنی؟ با آووکادو، با سیب. با موز خیر، با سنجابم. با سنجاب اصلی یخبندانش کار تحسین برانگیزه ولی تبعیضت خوب نیست. با موزت هم باید صحبت کنم. آخه موزش تازه آورد. من متولد 62 هم خواستم. دیدی؟ من دارم میگم دیگه یه ساعته. یک ساعته به کل گروه داره میگه متولد 52 هم. خب خیلی جذابه که شما هم به سر کارین. 52 هم 62 هم. بعد من دارم میگم اینقدر با مامانم اختلاف. پس ببین به نظر من میتونی ناتو باشی واقعا. واقعا هستم. تو گفتی من هیچی اطلاعات ندادم. من باور کرده بودم. از الان به بعد میتونم به چک کنم. بله واقعا من ناتو هم. اوکی. مشکل ندارم من. بچه اصلا کاری باش نداشته باشین. تو 50 سالگی با عروسک صحبت میکنم. 40 سالم آقا من. نه ولی لحاظ فکری 50 دیگه دوست داره 50 خاطراتی که تعریف شما یه وقتایی حسین جون به یه جایی میرسی که نیاز داری حرف بزنی. اصلا مهم نیست. با دیوار، با رفیق، با عروسک، با یا با خودت. با آسمون، با عروسک ولی. داداش با درخت، با عروسک چه فرقی داره؟ چرا خیلی تو با درخت حرف میزنی؟ اوکی من با عروسک حرف میزنم. چه حالی با درخت صحبت میکنی؟ بیشتر درد دل میکنم.
نه چه جوری تو چه حالت غیر نرمال چیزی میشه میشه با درخت چی میگی به درخت میزنی به درخت ایشون گفت به درخت و آسمون چی کار میکنی قبلا حسین گفت با درخت و آسمون حرف بزن یه خورده توسط شما دو نفر داره به نظرم کلهگیری میشه هی ریخته میشه آره دوست دارم کل کل باشه آقا یه چیزی بگم من کارتو دوست دارم منم همینم دمت گرم شما باید یه وقتایی بریزی خودتو بیرون خانم یه وقتایی باید داد بزنی خودتو بریزی بیرون یه وقتایی باید زار بزنی خودتو بریزی بیرون قبولم. یه وقتایی باید در کمال آرامش حرف بزنی خب به غیر از ایمان دیگه به کی میاد این؟ من دیگه ولی ایشالله هیچ وقت به مرحله با عروسک درد و دل کردن نرسم اصلا من ایشالله نمی تو یه عروسک زنده داری اون که هستم بابا آره من از قبل بازی احساس میکردم حسین مهریه همچنانم احساس میکنم حسین مهریه هم میگم اصلا عروسک نه من نمیفهمم باید به کجا برسی حسین دیگه شرایط من ناتو بودم راحت ترین کار نفی کلی اتفاق بله. من بچگی تقریبا خیلی جدی بودم توی سری چیزا ولی یه خطای بزرگی کردم که گیرت افتاد یه گناهی یه جا کردم الان به قطع من ببین تو دست قبولیت هم بزرگترین خطات اینه که داری الان به من گیر میدی هم تو هم اینجا من علی صبوری دفاع بکنه خودتا من ناتو هم هنوز زوده فعلا هنوز بچه ها فعلا زوده سوال بعد سوال دوم ببینم مثل اولی باز میتونی یه 10 تومن ازش بگیری. من کمو بزنم چشامو نبینید. ناتو خوب کمکتون میکنه نمیکنه. باز ژاپن ببین باز دوباره که آقای صفا بفهم. میگم بهتون. چرا همه سوال؟ به مرگ بر اثر کار زیاد در ژاپن چه گفته میشود؟ یک خرکاری، دو سیکاتسو، سه جیساتسو، چهار کاروشی، پنج جیو. کاروشی به نظر من. یه چیزی بود خودشون رو میکشتن چی میگفتن؟ نه اون هاراگیری خودکشی سامورایی هست نه من هم فهم میکنم همین کاروشیه کاروشیو میدونی چون منم اینو چیز دارم نه من همین جوری پروندم کاروشی جیساتسو که یه فن تو جودوه نه تو میدونی اینو من یه چیز راجع به کاروشی شنیدم که چیزه چیه به نظر؟ آخه مثلا یه اصطلاح ما کجا بزنیم تو مثلا حدس میتونی بزنیش من دو تا رو میتونم حدس کنم چیو جیساتسو سیکاتسو چرا شبیه همن سیکاتسو ولی واقعا چون شبیه همن آگز این که با یکیشون باشه خب شما که میدونین چیه برام یه چیزی جالبه اون چیزی که من میدونم و خانم کاروشی نه نه مهسا خانم کاروشی هستین شما اولش گفت و حسین هم میگه من اینو شنیدم چی کدوم کاروشی؟ چون من مطمئنم کاروشیه منم به نظرم یه جا خونده بودم که کاروشی من قبول میکنم چون شما اطلاعاتتون خیلی خوبه من میدونم اطلاعات عمومیه اینا جالب بود که خانم حسی گفت و حسین گفت من یه چیزی شنیدم آره اینا راجعش فکت بودم این میشه فکت نه اون خصوصیات چون اون خصوصیات رو خودمون میگیم از دوستامون نپرسید شاید من حسی نگفته باشم شاید شاید دلم عرض میکنم که شما دوتا گفته آقا کاروشیه به نظر من کاروشی روشن بشه؟ بله آنه اول بقیه کاروشی؟ آره دیگه به من کاروشی رو شنیدم ولی نه سیکاتسو رو شنیدم نه جیسو اصلا اون شبیه جوجیتسو اسمش جیو هم نیست چون اگه بود تو زنم خرکاری هم اصلا که اون کسی شوخیه چرا به ایرانیایی که تو ژاپن هم بر اثر چیز میگم بر اثر خرکاری بله نسبتشون نه آره کاروشیه تو مطمئنی آره بله من مطمئنم خب بس بریم کاروشی دیگه کاروشیو باز کاروشی روشن شد بابا 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 ایمان صفا تو خوبه بازی تو مشت توه خوبه علامه دهری با چه خوبه که ما تو رو داریم ایمان صفا دو تا سوال میگم چه خوبه که ما تو رو داریم یه سوال رو کمک کردی بعد 10 میلیون دوم به افتخار 10 میلیون دوم یه 10 میلیون از منک 734 شد 20 تومن خب بعد الان بریم سراغ مشخصه بعدی این با مشخصه خفنی باشه به نظرم اصلا تا اینجا که بامزه بود آدم خاصیه مثلا تو آشپزخونه گم میکنه
نمیدونه آره چی کجاست و هر بارم تکرار میشه. اسباب بازیش حرفیست. اسباب بازیش نه، عروسکاش. کلی عروسک داره و با عروسکاش حرف داره. سومی چی میتونه باشه؟ تو خواب راه میره. دوست داشته ابرقهرمان میشه. اما ابرقهرمان منفی. اوه. بسه دیگه. داداش تو هم تو آشپزخونه با من بودی. دو تا چیزو میگفتی که من نمیدونستم. داداش تو چرا انقدر منفی نگر و منفی بازی؟ و منفی دوست. من شدم؟ نه به نظرم یا حسینه یا هلیا. حسینه. یا حسینه یا من چرا؟ نمیدونم. حس. حست اشتباه. خب بله اوکی بعدش. یه ذره بریم جلو. خب مطمئنا متوجه میشم که اصلا شده پول رو هم ببازین تا آخر دست. یه دونه رو گفتم تا الان گفتی کمک. تا آخر دست یه دونه هم کمکتون نمیکنم که مطمئن شه. من حتما ایمان یا علیه. من اوکی علی خصوصیات علیه. هر کی به من تارگت بزنه و من روشه کنم من حلم. اون که دیالوگ چیزه. همه شیک زدن همه حلم. حسین من هست میشم متوجه میشم. بعد بذاری من سوالاتی بپرسم. علی جان. جان. هیچ وقت جان سلامت. هیچ وقت تو زندگی اینو میخواستی که اول قهرمان باشی؟ از کودکی تا حالا؟ آره. چی دوست داشتی باشی؟ معلوان زبل. این چه ابرقهرمان اسفناج با ماست قاطی می‌کردم داداش به همین اسم ملوان زبل انقدر به ما برانی اسفناج تو بچه گیرم میدونید با تمام خوشمزه بودنش ترکیب اشتباه یه لجن درست میشه تو معده آره. شما چی؟ همون برانی اسفناج شما چی؟ دوست داشتی ابرقهرمان باشی؟ ابرقهرمان باشم؟ نه دوست داشتم سیندرلا باشم بچه آه حسین من کلا مثلا بچگی فرانکی برام جذاب بود. کلا مثلا فرانکی باز بودم. کلا همه فیلم‌های فرانکی رو کامل دیدم. شما چی؟ من بله دوست داشتم. مثلا کی؟ مثلا توی کارتون شگفت انگیزان هم مامانه که کش می اومد و خیلی دوست داشتم. هم داداشه که تند میدوید. اینا ابرقهرمان نیستن که اینا شخصیت فانتزی هستن خب باشه ابرقهرمان ابرقهرمان ایشون اینه مگه ابرقهرمان های فیلم ها شخصیت واقعی هستن تو چی؟ من نه نه اصلا ابرقهرمان من همین الان هم ابرقهرمان ایمان جان یه سوال مگه ابرقهرمانی که فیلم باشه فانتزی نیست؟ نه عرض کردم شخصیت فانتزی شما اگه کش بیای که ابرقهرمان نیستی که یک شخصیت فانتزی ابرقهرمان اون کسیه که از قهرمان ها قوی تره و در مبارزه با فساد و ظلم شرکت میکنه اونم همین کارو میکنه اسپایدرمن آف قهرمان کسیه خب که اسپایدرمن فیلم در مبارزه با ظلم شرکت میکنه و ابرقهرمان کسیه که ویژگی های بیشتری نسبت به یک قهرمان داره مامانی که کش میاد ولی نه حالا من با این چیز دارم نه اوکی ام میگم اون ابرقهرمان نیست اینی که گفته من ابرقهرمان منفی میخوام بشم یعنی بره مثلا چه میدونم دنیا رو به آتیش بکشه مثلا اسپایدرمن بلک بشه بلک اسپایدرمن خیلی دوست داشتم باشم خیلی دوست داشتم آره جوکر هم منفیه ببخشید ممکنه شما دوباره ناتو باشید امکانش هست ناتو تکرار من به نظرم حسین مهری بازم ناتوه چون به نسبت دست قبل خیلی توضیح میده و تحلیل میکنه حسین خیلی تحلیل بحثی بود که دلش میخواست خب میریم مستقیم سراغ سوال سوم میگه در گذشته برای تازه ماندن شیر چه حیوانی در آن میانداختن؟ یعنی حیوان رو میانداختن تو شیر که تازه بمونه لجنکار اینو من میدونم یک ماهی جلبه ماهی لجن دو سمندر ماهیه سه بوگند بورباغه چهار کرم اه پنج دوباره بچه ها باور کن گزینه هفته قبل ماهی گاوغوک کرم تو ماهی تو جدی داری میگی؟ خب اون ماهی میگیرشی کرم یا قورباغه هرچند ماهی تو آب رودخونه بوی ماهی نمیگیره شما شیر ماهی نشیدی؟ شیر ماهی چیجوری ند؟ آبا چرت نگو اگه واقعی جواب داری بگو این داره بچه اساسی میگه نه خب یا کرم یا قورباغه شما کرم شیر کرم شنیدی آخه نه شیر سمندر شنیدی؟
شیر ماهی، ولی این انحراف. ببین یه سوال برای نیزه ماهی درست کن. نیزه ماهی سوال؟ آره. عقرب ماهی. یه سوال براش درست کن. هم شیر ماهی اساسش اصلا سوال درست کن. میگه میگه ماهی بدن که شیر ماهی داریم. برای ماهی شیر کشتن ماهی از چی استفاده ببین میکن؟ واقعا قبول داری اینجایی که اگه گیر کردیم کمکاری شماست که مستندای دریایی ندیدی. دادا این اصلا رد به دریا نداره این آخه حسی من میگم یا کرمه یا قورباغه. از چالش هم استفاده نکردید ها میتونید؟ نه زوده آخه نمیدونیم چرا زوده. آخه بین دو گزینه هم شک نداریم، بین پنج تا گزینه شک داریم. چرا حسی یا کرم یا قورباغه؟ همجنس. چرا حسی؟ من دارم میگم ماهی، چرا حسی نمیام پشت هست؟ خب من چیم از جمع کم نمیگی حسی آخه یوم میزنیش تو فان. خب شما شیر ماهی نشونش بده. بگو حسی ما حساب کنیم روش. گفتش که گاوگو کمو قورباغه، یه نوع قورباغه است درسته؟ پس قورباغه قورباغه اون چیه؟ گاوگو. آره اون. بگو گزینه پنج. گزینه پنج و گزینه سه به نظر من میشه یکی دیگه قورباغه و گاوگو. نه دیگه ببین مثلا همین قورباغه فراوان گونه های مختلف داره، سمی داره غیر سمی داره. قورباغه سمی داری؟ آره البته. ببین قورباغه سمی داریم که سمش از هر مار دیگه ای کشنده تره. تستی بخوام حساب کنیم درست گفتش قورباغه و گاوقوچ. گفت قوچ میشه قورباغه. آقا سمندر که هر جایی نبوده بندازن تو شیر. گاوقوچ چون سمندر اصلا فکر می‌کنم یه ذره بزرگه واسه اینکه بخواد توی. من به نظرم بین گاوقوچ و قورباغه میشه چیزی که دو تا کشورم این کارو میکردن. چی شد ماهی مگه نبود تا الان؟ نه آخه درست داره میگم. ببین مثل اون اژدهایی بود که توی قسمت قبلی بود. آره اژدهای اشتراک این سوال قورباغه و گاوقوچه چون دو تا قورباغه داره، یا قورباغه است یا گاوقوچه. خب به نظر من قورباغه. به نظر من قورباغه. بر اساس استدلالت میتونی رو قورباغه سر. تو هم نظرت قورباغه است؟ حالا من اصلا نظرم چیز دیگه ای بود. داشتم گفتم این دوتا که این همه نیستن. آها. نه حرفم این بود. من فکرم شاید کرم باشه. گفتم حزم میشن. چون جفتشون میشن قورباغه دیگه. قورباغه و گاوقوک. خب. من حرفم این بود. تو چی میگی؟ من نظری ندارم. نمیدونم. من گفتم این دوتا حزم میشن. بین مثلا کرم و با کرم به نظرم بیشتر میخواد. کرم آخه چیزی نیست که بنازی تو شیر. ولی این که گفتین گونه هاشون با هم فرق میکنه شاید مثلا. چون من با اجماع من نمیدونم. اجماع قورباغه. من نمیدونم. من ماهی بودم. اون تو یه ذره کمک کن. نه اصلا نیازی نیست ناتو کمک کنه. نظرتون رو بگید. من نظرم قورباغه. نظرت کرم. قورباغه و کرم حالا مثلا. نمیدونم کرمه یه ذره کوچولو موچولوه شد. نمیدونم آخه معقول فرد ایمان در مورد قورباغه گفتی میدونی سمی ترینشون چیه؟ یه قورباغه آقا توی قورباغه زرد روشن سمی ترینه. خط بحش شده. خب اجماع چی شد؟ قورباغه درختی داریم انقدر با نمک ولی مستن همه چی کرم داره. همه چی بالاخره مثلا کرم. همه چی کرم داره؟ آره شاید کرم شیرم داشته باشه. در شیر کاچ کار میذاره. منظور اینه که خراب نه نشه. کرم مخرب آخه اصلا خودش. بعد خود ماهی مگه تو شیر زنده میمونه؟ مردش هم که بو میگیره. ماهی زنده نمیمونه؟ نه تو شیر واقعا آب دیگه. شیر مگه شیر آب؟ شیر مایه است. آب هم مایه است. اینو قیچی میکنیم که یه سری هم داریم. ببین خب بچه ها نه منظورش این شیرای این دوره زمان آب شده شده. آره 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 شیر آب شیر آب سمندر که فکر نمی کنم. یا به نظر من یا کرمه یا قورباغه. قورباغه چی؟ اجبار کنید سوال خاموش میگه هستم کرم. حسه کرمه حسین تو هسته چی؟ خب یه چالش چیزی بگیرید. من... چالش بگیریم خب. بین کرم و قورباغه. اوکی. بین کرم و قورباغه. آره. من اوکیم. آره. چالش بگیریم. اینو بگید. پسر با هم حرف میزدیم. هر چی بشش گفتم زیر بار نرفت. یه کاریم کرد. اگیجیم درآمدم در. اگیجیم درآمدم در. در یعنی چی؟
در اومدم در که اومدم بیرون. از گمراهی آگاه هم کرد. درهای آگاهی را به رویم باز. گیجیم در اومدم در. میشه یه بار دیگه کامل بگیش؟ میگه پسر با هم حرف میزدیم. هرچی بهش گفتم زیر بار نرفت. یه کاریم کرد اگیجین در آمدم در اگیجین در آمدم در. او یعنی این که دیگه اصلا فکر میکنم زدم به سیم آخر یا همچین چیزی. اگیجین در آمدم در پشت دست حسین برید دیگه کنترلم در رفت شد و پتش کرد در آمدم در رو که درست گفت ایمان سخت کنترل خارج شدن آفرین آفرین خب بعد براتون گزینه حذف کنم از گیجین گیجیم هم نیست گیجین در آمدم در گیجین به معنی چارچوبه حتی به معنی مثلا پاشنه درم هست این از همون از کوره در رفتن یعنی از قواعد خودم از چارچوب خودم اومدم بیرون خب چی میشه یعنی اینقدر کفرم در اومد دیگه نفهمیدم درمو باز کردم بچا سمندر و ماهی رو هیچ کس نیست نه اجازه بدین من ماهی گزینه ها سمندر رو شما هیچ سمندر واقعا احمقانه است همون بین کرم و قورباغه چرا نریم سراغ قورباغه و گاو خیلی خیلی تایم زیادی موندید روی این کرم و قورباغه بین کرم و قورباغه کرم حذف تا قورباغه دیگه خب ممکنه بین قورباغه و گاو خوک باشه آره ولی بریم قورباغه اسما قورباغه گاو خوک شاید چیز دم دستی برای همه نباشه تو زمان قدیم بریم قورباغه نمیدونم قورباغه آره دیگه قورباغه قورباغه روشن شد. نمیدونیم دیگه سوالی که هیچ کی نمیدونه. قورباغه روشن شد. بیا! گروهیه. من جفته شدشتم هست بابا از هیچ سوالی نمیگذرید از هر سوالی منکس 10 میلیونی شو دارید میگیرید با تجربه شدید نسبت به دست قبل آفرین خوب کردم سر اینا خدایش من خوب حس کردم من گاوگوک و قورباغه را اشتراک گرفتم موثر بودم تو این سوال حضور قبول داریم به جای من کسی دیگه نشسته بود چه بود بسن یک حالا چرا دست پیش که ناتو بودم اینقدر هلیا گفت بچه ها قورباغه و گاوگوک این همه جفتش رو حذف کنیم اما از رو همین صحبت علی گفت قورباغه و گاوگوک شبیه همین یکیشون هست خانم ها آیان یک مشخصه جالب بفرمایید وکلی کدومه دونی؟ این ناتو جذاب که بر عروسکاش حرف میزنه حال میکنه تا آشپزخونه میره و نمیدونه چی کجاست هر بار در مراسم عروسی پدر و مادر خودش حضور داشته بیا بگو این طبیعتاً ایران زندگی نمی‌کنه یعنی مامان باباش بعدن عروسی گرفتن عقد کرده بودن بچه دار شدن بعدن که بچه‌شون بزرگ شده گفتن عروسی بگیری دختر من میتونه در آینده این اتفاق براش بیفته ما برنامه‌مونه که عروسی بگیریم نه اصلا خاص ناتو بودنش کاری نداشت گفت ببینید از قبل با هم ازدواج کرده بودن بعدن بچه به دنیا اومد تو خود چرا اینقدر نگران شد ممکنه داشت برداشت بد میشد دیدم ماما واسه تو راحت بچا این چه چیز عجیبی نیست زوجی میبینی عقد میکنن با هم به هر حال ازدواج کردن ولی هنوز عروسی نگرفتن ولی صاحب فرزند میشن ما مثلا توی کرونا عقد کردیم آها بعد عروسی یک مسئله ای هست خودش در مراسم عروسی پدر مادرش میگه خودش در مراسم عروسی بوده ممکنه توی شکم مادرش در مراسم عروسی بوده باشه بله این امکان هست دیگه ولی قبلش عقد کرده بودن آره خب اوکی اصلا کاری به عقد نداره یعنی علی مامان بابا محصل رفته بودن بعد عروسی بگیرن ممکنه عروس خانم که مادر گلشون بوده مثلا دو ماه سه ماه باردار بوده هم ممکنه هم ممکن نیست یعنی آره اینطوری بوده بله بله
درست. اوکی پس ناتو بازی اینو به ما نگفته، اینو مشخص نکرده، گفته من توی مراسم عروسی پدر مادرم حضور داشتم. این اصلا کمکی نمی‌کنه به نظر. نه خب ما الان کجا بفهمیم کاراکترش که لو نمیره. من که ناتومو دو شب پیش نوشتم. من نوشتم ناتومو، تصمیمم گرفت. خب بریم سوال پس. آن تو الان نوشتی گذاشتی. بریم سوال. این هم یه تکنیک حسین جان داره استفاده میکنیم. ما بعد همه شک کنیم به همه رفتار. نه واقعا من ناتومو دو شب پیش نوشتم. دیدم دست به قلم شدی اومد نوشتی. حالا به هر حال میگم اینم میتونه یه رفتاره که من که اصلا نیستم و جلوتر دارم مینویسم، میتونه یه کلک باشه دیگه. میتونه اصلا حذفیه رو نوشته باشه. میتونه اینم باشه بله. به هر حال ببین ما همه در مورد ناتو چه فکری میکنیم که داره با ذهن همه بازی میکنه دیگه. همه این رفتارا میتونه بازی باشه، میتونم راست بگی نباشه. به هر حال سوال بعد باید تصویرش رو دید. این که معنی این بزرگوار من دماغ نام این بزرگوار چیست؟ اینو من دیدم تو گوگل مطمئنم. یک بابون. نه بابون نیست. دو شامپانزه. بابون مای لاینکینگ شامپانزه هم نیست. سه میمون دماغو. اینه. از کجا معلوم؟ چهار میمون دماغ دراز. اینه. پنج میمون خردماغ. نه دماغ دراز میشه اینا. دماغ دراز، دماغ گنده، دماغ دراز. گزینه 4 من اینو بارها استوریش کردم. باشه ما هم نظرمون رو 4 ما هم منم میگم خواستم کمکی کرده باشه. عالیه عالیه. نه میگم یعنی اینجا نیازی نیست فکت بیاری، ما هم همینیم. خب ببخشید چرا دماغ دراز مثلا میمون خردماغ نه؟ نه اینو واقعا اسمش شنه، این معروفه. آخه واقعا خردماغ نمیذارن اسم خردماغ. میمون دماغو با خردماغ انگار معلومه یه اسم فانتزی خواستم بذار. اگه بابون و شامپانزه من بابون رو نمیدونم. من بابون رو میدونم چیه. میمون دماغ کارتون شیرشاه لاینکینگ بود. خانم شما چرا من همونقدر که من مستند میبینم شما کارتون میبینم. بله بله کارتون شیرشاه لاینکینگ. اون میمونه که به سیمبا کمک میکنه، اون بابونه. آبیه روی پوزشون رو خیلی سنن. شامپو بابون که میگن از این؟ اون بابونه. اجماعتون چی الان؟ میمون دماغ دراز. میمون دماغ دراز رو روشن میکنی؟ افتخاره من یه دست میزنین اگر ثبت شد. خواهش میکنم نیست. نیاز دارم به دستاتون. نیاز دارم به دستاتون. سفید ثبت. مرسی. کلیشیت میخواییم بکنیم. بابا میخوایی 100 میلیون رو ببرید. میخوایی 100 میلیون رو ببرید پس. من یکی ذوق میکنم، هرچی بیشتر پول جمع کنیم بیشتر به من کیف میده. خب باز بعد ویژگی بگیم، یه ویژگی دیگه بگیم. خب این هیلگر، این عروسک باز، این گیج در آشپزخانه، این ابرقهرمان منفی، تا سوم راهنمایی به گفته خودش انقدر بد صدا بوده که تا دهنشو باز میکرده دوتی کلمه حرف میزده میگفتن تو دهنتو ببند، تو حرف نزن. و این آدم چرا فهم کنه الان خوش صداست؟ این آدم چرا فهم کنه اگه الان استاد صدا بگیره صداش خوب میشه؟ شوخی کرد. تا سوم راهنمایی اینطوری بوده، از اونجا به بعد خوب شده. قوما فکر کنم دوستاش عوض کردن. پارتش عوض کرد. چیزه. خیلی گله. آره خیلی گله. هر کیه. به نظرم تا حذف اولو نداشته باشیم من نمیتونم حدس قوی و قویاً حدسی بزنم. یه سوال بیان الان واقعا یه حدس بزن. هممون یه حدس بزنیم. حدس رو بگیم. آره. بعدم ما که دست قبل نگفتیم حدس بزنیم تو گفتی نه حالا. ببینی یه چیزی بگم. یه چیزی بگم، میتونید این سیاست بازی رو هم انتخاب بکنید. حدسی رو که عنوان میکنید بعداً ننویسید. خب فایده نداره. یعنی علکی داریم میگیم. نه داره که میگم. من همچنان روی هر چارداتون به یک اندازه مشکوکم. چیز که میشه رو بازی کرد. آره من رو بازی میکنم. نه میتونی حدس واقعی تو بگی، میتونی یه جوری دیگه بین دو نفر کره‌ای بگیری، مچی بگیری، از عکس العمل کسی یه چیزی بفهمی. شما اونو میتونی عوضم بکنی؟ نه نشون نده ولی میشه نشون داد یا نه؟ آره ولی بعداً میتونی عوضش کنی. میشه روبازی کرد دیگه. اونو نشون بدی؟ خب اگه اونو می‌خواستی نشون بدی چرا پاکت گذاشتیم جلوتون که مخفیش کنیم که منم نبینم؟ راست
ولی میتونی تغییرش جالبش اینه. آره چون اون چه که به زبون میارید و که ما نمیدونیم همونو نوشته که هر کی. بله. این جالبه. ممکنه یه بازی باشه. یعنی شما ناتو نباشی، بخوای یه جوری ناتو رو کشف کنی با گفتارت و زدن به یک شخصی عکس العمل اون کسی رو که به شک داری رو می‌خوای بسنجی. یا ببینی کی میاد پشت تو تاییدت می‌کنه یا یکی دیگه داره به یکی دیگه میگه. از این چیزا خیلی میشه متوجه شد. الهی فداشم لایکم داد به حرفا. من نمیدونم ناتو کیه، اما اینو مطمئنم که به سه نفر آخر نمیرسن. استراتژی دیگه میتونه این باشه. ناتو الان گیجه که کیو حذف کنم. آره. یه بازی را میندازه پیدا کنه که کیو باید حذف بکنه. کیو حذف بکنه در ادامه بازی به نفعشه. بریم سوال بعد. برای من خانم امامی چیز داره؟ با توجه به ویژگی ها؟ اینجا رو بذار کنار. فکر کن یکی ویژگی این ویژگی ها رو برات خونده. فقط حس. حسی هم میشه دیگه. حس. من مثلا همش تو ذهنم همه چی رو میذارم کنار، هی به ویژگی ها فکر میکنم. سوال بعد. میگه که لو الیسیندور رکورددار بیشترین عنوان با ارزشترین بازیکن NBA پس از گرویدن به اسلام نام خود را به کدام یک از موارد زیر تغییر داد؟ 1. رحیم عبدالرؤوف. 2. کریم عبدالجبار. 3. شکیل اونیل. 4. حکیم العجوان. 5. شریف عبدالرحیم. خب بچه ها اینو من مطمئنم که نمیدونم. من مطمئنم سه نیست. مطمئن نیست. شکیل اونیل که مطمئنم. پس کریم عبدالجبار. آره شکیل اونیل که ولی خوبه دیگه. یکی رو تونستم هست. آخه چرا انقدر اسم سخت برای خودش انتخاب کرده؟ مسلمون شده. از نظر ما سخت. نه اسم خودش هم سخت بوده. ولی شکیل اونیل MVP هست. مسلمان های اهل تسننه. سخت نیست. ببین یه چیز. برای ماهی که شیعه ایم اسم اهل تسنن سخت. اجماع کنید. ناتو کمک کن. چرا نیست؟ شما الان میخوای اسمتو تغییر بدی. ما مسلمان میذاری دیگه، نمیذاری عجوان که دیگه نمیذاری دیگه. عجوان به چه معناییه؟ این جوان ها فامیلیت جوان ها که نمیذاری. آخه این چیه؟ انگار که بگی حوائج جمع حویجه مثلا. بهش فکر نکردم. من بسکتبالیستم تو جمع شما، اجازه دارم یه نظر بدم؟ بله بفرم. ببینید من اسم کریم عبدالجبار و شکیل اونیلو، یعنی کریم عبدالجبار رو شنیدم، شکیل اونیل هم که همه شنیدن. شکیل اونیل فوتبالیست؟ نخه شکیل اونیل MVP هست، یعنی با ارزش ترین بازیکن NBA تا حالا چندین و چند بار شده. من اینو راجع به این آدم فکت میدونم، ولی راجع به دینش نمیدونم، ولی کریم عبدالجبار هم شنیدم. نمیتونم این کمک رو بکنم. خب آخه شکیل اونیل عربی یا مسلمون نیست؟ هست؟ نه شکیل اونیل که نیستش، اون اصلا چیز نکرد. نمیدونم کریم عبدالجبار رو من شنیدم. خب بچه ها وقتی یکی چیز رو میدونه اجماع کنید. ولی بازم حالا یهو اشتباه بشه. حالا فدوس مورچه دیگه. مورچه میشه مورچه. بالاخره ما که هیچ کدوم نمیدونیم. یا میخوان یه گزینه دیگه هم به اجماع برسین چالش بگیریم. سه تا چالش کلن داریم. بذاریم به سوالای سخته. خب کریم عبدالجبار. شما میگیم که شکیل اونیلو بگیم؟ من میگم شکیل اونیل MVP هست، یعنی با ارزش‌ترین بازیکن NBA بوده تا حالا، و من اسم کریم عبدالجبارم شنیدم. الان بین دو گزینه نیستید؟ شکیل اونیل و کریم عبدالجبار؟ نه شکیل اونیل که آقا نیست. اصلا شکیل اونیل فراموش کنید. خب پس کریم عبدالجبار میشه؟ کریم عبدالجبار. راه حلت چیه حسین؟ شکیل اونیل خیلی گنده هست. بله واقعا بسکتبالیسته؟ در این حد ورزش خارجی نمیدونم. آره ازم شکیل اونیل هم بسکتبالیسته. بچه یه سوال، یا آدم بخواد اسمشو عوض کنه امکان داره اول رو میذاره شکیل اونیل خداییش بخوام عوض کنم شکیل اونیل. شکیل اونیل دوستاش هم بهش میگن شک. آخه همش هم شبیه اسمو. ببین اسم جامعه اینجا شریف عبدالرحیمه، به خاطر اینکه تو یکیش رحیم عبدالرؤوفه، تو همین توی چی؟ الان داری با من ناتو کمک میکنی، دیدی خوردی به در بسته. آفرین احسان.
همون کریم عبدالجبار تو باطلاق گیر کردن. کریم عبدالجبار. کریم عبدالجبار. تو هم نمیدونه چجوری کمک کنه لو نره. آره اینو نمیش کمک کرد هیچ فکتی. شنیدی گفتی اسمش. حالا فوقش اشتباه دیگه. نه الانم نه دارم میگم نه نشدنش آره کریم عبدالجبار بابا بریم. پس گزینه دو. آره اجماع روی گزینه دو کریم عبدالجبار روشن شه. کریم عبدالجبار و سب بابا و سبز میشه. چی؟ و سبز میشه. آفرین. اینو دیگه نداشتی. آفرین. اینو یکی میدونه. بابا من میگم من بسکتبالیستتونم. به خدا من NBA عاشق NBA ام. پاکت ها رو برداری. اوه برای اینکه صداقت همو بهتون ثابت کن من نوشتم اپلیکیشن 724 یه سرویسی داره به اسم اعتبار سنجی. وقتی شما میخواید وام دریافت کنید از هر بانکی، بانک باید بدونه شما آدم خوش حسابی هستید که بر منکرش لعنت. اما برای که خودتونم بتونید استعلام اعتبار حساب خودتون رو داشته باشید میتونید از طریق سرویس اعتبار سنجی اپلیکیشن 724 این کار رو به راحتی انجام بدید. چه کردید؟ خط خطی. خط خطی؟ نوشتم یکی رو خط زدم. واقعا هم سخته. نمی‌نویسی؟ نمی‌دونم چی رو باید بنویسم. چه نویس بنویس؟ چون من بنویسم حذف میشه آدمه. آها. نه تو هستی شما. کیو حذف کنم؟ من میتونم به پولا کمک. متشکرم. اینها برود دست هدایتگر مخفی بازی، بره سر وقت گزینه ناتو بازی ببینه کیو باید حذف کرد. تا دقایقی بعد در گوش بنده خواهد گفت. حد میزنید الان کی حذف میشه؟ علی صبور. نه علی که حذف میشه. علی هستم. الان که اصلا علی اگه ناتو هم نباشه ناتو خیلی باید ناشی باشه که علی رو حذف کنه در ظن اتهامه. علی اگه منو حذف کرده باشه که حداقل تا دو ماه با حرف نمیزنم. من بین شما دوتا مشکوکم. من شکم روی یعنی فکر میکنم که یکی از خانوم ها خارج بشه. شما ناتوی اسم یکم رو نوشتی؟ آقا بفرمایید. بگم احتمالا میام اینور یکی رو قرار از اون بر اعلام کنم. آره پاشه شاید هم الکی دارم این کارها رو میکنم. ها مو هستم میام اینجا میگم اون بر رو نگاه میکنم میزنم اینور دیگه. حیفه ولی
ایما یعنی دو دست پشت سر هم دو ماه باد باد یادت باشه بشین تو نیست منم خانم هلیای عزیز خانم امامی حزبتون کرد با تو دیدی براش دست بزن چون من مرسی در زن اتهام نیستی خانم چون من تشخیص دادم ناتو رو شاید موفق باشین کیوت حد زده بود که میگه من تشخیص بابا بذاریم چرا الان در ساعتی هم خواهیم دوباره حسین رو بدیم بیرون خب امیدواریم به خاطر حدس درستتون به شرطی که ناتو نبره از جایزه گیرتون بیاد چون این دست ماشاءالله خوب دارید پیش میرید چشمتون نکنم علی مشکل نداره خواستی بهم زنگ بزن این ناتوی گرامی الان یه چیزی ماجرای ازش میگم که ممکنه خیلی معادلاتو به هم بزنه و اون اینه که یک بار در یک سنی از مرحوم رسول ملا قلی‌پور جایزه گرفته چی گرفته؟ پتو پلنگی سن من میخوره آقای مهری؟ نه سن من میخوره یا نه؟ به حاج رسول نمیخوره نه بگو دیگه اینجوری نکن من اصلا حاج رسول رو ندیدم آقای ملا قلی‌پور رو چون من کامل میشناختم و حتی باش برخورده کاملم داشتم چندین بار رفتش رفته بودم سال 85 بودش فکر میکنم فوت کردن روحش شاد آره خدا رحمتشون کنه خیلی کارگردان جسوری بود آره واقعا یه لحظه اصلا چیز شد خیلی کارگردان درجه بعد به شدت انسان خوشقلب بود الان یه خدا بیامرز دیگه یادم اومد که خاطراتش از ایشون بسیار جذاب بود برای من علی سلیمانی خدا بیامرز سفر به جذابه و نجات یافتگان و اینا رو کار کرده بود خیلی تعریف‌های جذابی می‌کرد خلق و خو و منش و مدل رسول ملا قلی‌پور خدا بیامرز الان گل به سرش علی آقا کارگردانی می‌کنه خیلی هم کارش درسته سلام می‌کنم همینجا بهش و خدا بیامرز همه رفتگان خوب هنر و فرهنگ کشورمون رو یاد کردیم ازشون یه دستم بزنیم براشون خوش به نظرم یه جوری زندگی کنیم که بعد از ما اگر یک 4-5 نفری دور هم جمع شدن اسم ما اومد همین قدر آره قشنگ دربارمون حرف آره بزن و خیلی هم زود رفت ها ببین متولد سال 1334 بوده و همون سال 85 به رحمت خدا رفت روحش شاد باشه بابا 51 سال هست ولی عمر خوبی چه آثار خوب خب کدومتون پتو پلنگی گرفته حالا از این مرحوم عزیز خب دیگه علی که اصلا نمیخوره به سن و سال من واقعا بین این سه نفر همش میچرخم اصلا موضوع چی بوده که پتو پلنگی گرفته از رسول مولا خدا بیامرز 85 جای فوت کرده درسته؟ بله 1300 یعنی آخرین سال زندگیشون هم اگر جایزه رو داده باشن این 14 سالش بوده خب میتونه باشه آقا تو 14 سالگی علی چیکار میکرد؟ کجا 14 سالگی 71 دیگه خب باشه مگه نمیتونه به یک نوجوان من 67 نیست بابا چرا سنم 71 جذب نیست 71 71 من نه علی منو نگاه میکنم که 71 کی ببین منطقی حرفت ایمان من دارم همه احتمالا رو در نظر میگم ولی منطقی آقا تو 14 سالگی مثلا تو راهنمایی میشه 14 سالگی نوشته در سن کودکی یه سوال نه نگفته در کودکی در جوانی آقای ملا قلی‌پور پتو به کسی کادو بده یعنی پتو برای اون جشنواره و چیز باشه برای تئاتر حرفه‌ای فکر نمی‌کنم باشه که مثلا اصلا عنوان نکرده برای چی هدیه یا جایزه برای چی بوده یه پتو پلنگی داده بشه
آره من ذهنم رفتش به تئاتر و بازی. تو رو صحنه رفته شعر خونده بوده بیاین پتور. آره تو کودکی آره پس میتونه علی باشه همچنان. ولی خب یا شاید مثلا همچنان علی میتونه باشه ولی درصدش پایین‌تر. درصد خیلی میاد پایین از نظر منم همینه. شما تا چند بودین بانو؟ من 72. دختر بچه‌ها رو تو جشن صدا میکنن. اینجوری برقصن بهشون پتور. من هیچ وقت افتخار آشنایی باقی. متاسفانه من هم. حالا نگو خودش پتو رو گرفته داره حالا هممون رو چیز میکنه. من پتو گرفتم ولی پلنگ اما ببری گرفتم از یه کارگردان دیگه. نه جا یه چیز دیگه هم هست، حسین که در واقع ارتباط هم داشته نمیتونه باشه، بعد علی که خیلی احتمالش کم میشه میتونه باشه. از اول سوال بعد سوال من واقعا ششمین سوال میگه مساحت کدام کشور آسیای میانه حدوداً 2,724,000 کیلومتر مربع است؟ 1. ازبکستان، 2. قرقیزستان، 3. مغولستان، 4. تاجیکستان، 5. قزاقستان. مغولستان. بچه تنها کمکی که میتونم بهتون بکنم اینه که آخرش ستان داره. احسن تو این گزینه ها دنبالش بده. مغولستان. آقا 724 کیلومتر مربع تهران 2,700,000. یعنی اون تهران 724 کیلومتر مربع 730 بود. 730 کیلومتر مربع بود. پس ما باید یک چیزی رو در نظر بگیریم که حدودا 5 برابر تهران. 2,724. علی همون تقریبا 4.5 تا 5 برابر تهرانه. 3 برابر کنیم 2,000,000 میاد روش دیگه خانم. مغولستان داریم دوستان؟ مغولستان هست. مغولستان من فهم کنم کشور وسیعیه. آره. بعد 4 برابر باشه فکر کنم. ببین 4 برابر تهران پس کشور کوچیکیه. مغولستان من نمیدونم و ذهنیه. چیزی بگم رو نقشه الان تو یادم و اینا نه. ولی تو ذهنم یه کشور گسترده میاد. بچه تاجیکستان اینقدر گسترده نیست هست؟ نمیدونم. بذار یه کاری کنیم. با هر اطلاعات یا حدسی که داری کدوم گزینه رو حذف می‌کنی؟ من نمیدونم حسم مغولستان کشور گسترده است، 5 برابر تهران نمیاد. مغول‌ها هم حمله کرده بودن به ایران و اینا. میدونی اون کدوم گزینه رو میتونی؟ من 3 رو فهم کنم حذف میشه. 3 رو میتونی حذف کنی به غیر از 3. خانم تماس به شما چی؟ چی رو میتونی حذف کنی؟ حسی ازبکستان. حسی ازبکستان رو شما میتونی حذف کنی. علی شما چی؟ من مغولستان میگم چه کشوره؟ هست الان؟ بله دیگه نمیدونستم. آره از این فهم هم کشور بسی و واقعا نمیدونست. تستی بخوام بگیریم ببین دوتا حالت داره. اگه تستی بگیریم ببین ایران ستان هم یک کشور ستان آخرش نگاه کنی. ستان به همه چسبیده است، به قرقیزستان چسبیده نیست. خب یعنی مغولستان ستان شسته به ل، قزاقستان چسبیده به ق، تاجیکستان به ک، ازبکستان هم به ک. خب. یه کشور دیگه بر همین وزن بگو که نچسبیده. هیچی. خب دیگه یا جواب میشه قرقیزستان؟ حست میگه قرقیزستان. نه حستو بگو. تستش میگه حستش نمیگه. قیام بین قیام اصلا میگم نمیدونم. نه حسی ندارم واقعا. من ازبکستان رو حذف کردم. ندارم دیگه. یه دونه حذف کن دیگه. یه دونه حذف کن. بین قرقیز و قزاقستان بقیم. ما یه چالش میریم شما بگو بین این دوتا یکی رو انتخاب کن. بله. بین چیه؟ بین قزاقستان و قرقیزستانی که تو گفتی من فکر بکنم یکی از این دوتا حتما هست. من میگو گفت. خب. این چالش دو مرد زدم. شما شنیدی؟ من گفتم من به قد گفتم بین یکی از این دوتا. یه چالش. شما شنیدی آقای صفا؟ بذار آقا چالش رو بریم بخندیم. بخوام من یه کاری کنم. شاید برای شما جالب باشه. خب. حتما. سه نفرتون یه کاری رو با هم بدونه که من بشنوم. اینم در میارم از تو گوشم که نشنوم. من پشت هم میکنم به شما. بدونه که ببینم. یه کار مشترکی رو با هم انجام میدید. سه نفرتون باید انجام بدین. خب یه نفرتون انجام نده. الان اینو از شما میخوام با دست بزنید به پیشونیتون، فقط صداشو کنترل بکنید. خب چون بشنوم البته میتونم گوشم هم بگیرم. بعد شما ما بگین کدوم ستا بودن. ولی برای این کار باید تقسیمتون کنم اگه قرار از گوشم هم استفاده کنم. ولی از دور و نزدیک صدا میشنوم.
شما بزنید من گوشمو میگیرم، واقعا میشنوم نه اینو نگه میدارم که بهم گفته شه. من برمیگردم میگم کی بود؟ یکی از ما سه نفر نه بزنه. یکی دون این کارو نمیکنه. شما میگین کی نکرد؟ کیا بودن که این کارو کردن؟ اوکی اوکی من میگم کیا بودن که این کارو کردن؟ اوکی خب این چالش ما نمیشه که چالش شما میشه. این چالش ما نیست، چالش توئه. خب دیگه خب خیلی باحاله. خب باحال هیجان دیگه. باشه عالی. شما یعنی اگر اشتباه حدس بزنی به ما اون دو تا یه چیز دیگه میگم، یه چیز دیگه براتون ایجاد میکنم. عالیه، درسته. اوکی خب بریم. چالش رو ما نمیخوام. خب چیکار کنیم الان؟ بذار برگردیم. ما رو بعد الان شما بعد ما رو بر بزنی الان. آره دیگه. بذار شما موقتا اونور میشینی. شاید هم اصلا همونور نشستی. اوکی. مرسی. اینجوری بهتره. اونجا راحت‌تری. اوکی. ببینید بچا من اینو در میارم. خب. گوشم هم میخواد میگیرم واقعا. ولی صداست دیگه. خودتون تعیین کنید که کی بزنه. کردید زدید؟ بله نه نزدید. بزنید صداشو بشنوی دیگه. بزنید صدا الان صداشم بشنوم. آخه ممکنه دو نفر یه طرف باشید بزنید. دو نفرشو میتونم تشخیص بدم. یک دو سه. خب یکی رو که مطمئن فهمیدم یه بار دیگه انجام بدید. یک دو سه. زدین؟ بله. پس چرا نفهمیدم؟ یه بار دیگه. یک دو سه. اوکی سینک نبود دوباره. من اوکیم. اوکی برگردید بگم ارو پیشونی ها میفهم الان. نه نگاهتون هم نمی کنم. خب کیا بودن این کار کردن؟ شما باید بگی. گفتم دیگه. خوب بود، خیلی خوب بود. حاجی بعدی اسکامونه گو برمیگم میتونم بگم کی بود. راستم گفت کی بود. همونو گفتم میگفتم برمیگردم میگم کیا بودن این کار کردن. همونو گفت داستان من ازا داستان. آره شما چون ایسکاتون کردم گزینه براتون حذف میکنم. مرسی. نه نه حذف نکنید. بگید بین کدوم دو تا ما انتخاب شوری هم میکردیم کی بزنه کی نزنه که یه بس سخت شه برات. همین خوبه دیگه. آره خیلی بسفورم سوزون. وای من خودم بعدن سه بارم ما رو بزنید یه بودی بزنید. من سرم درد گیره. ببین برای من چی جالبه، من این صحنه رو قراره بعدن ببینم چون الان که و شما بیشتر احتمالا میخندید. خب بین قرقیزستان و قزاقستان کدوم گزینه رو حذف کنیم؟ نه نه دوتا گزینه بدید ما یکیشو انتخاب کنیم. آه اینو خواسته بودید، درسته. الان میگن قرقیزستان و قزاقستان. درخواستتون اونی که دوتا گزینه بهتون بدم که یکی شما بگیم درست، که یکی شما بگیم درسته. یعنی چند تا گزینه اینجوری ناخودآگاه حذف کردید. سه تا حذف کردید. همچین چالش هم نبود که برایش زحمت دیگه. داداش ما رو داستان کردی محمد جون. بچه ها بین قرقیزستان و قزاقستان جواب درست وجود داره. متوجه شدین؟ بله بریم قرقیزستان. علی جون قرقیزستان. پس ببین الان چند تا رو حذف کردم دیگه. قرقیزستان جواب بده. قرقیزه قرقو هستی؟ قرقه خیلی قرقی. علی به هم نری. علی قرقی قرقیز میشه قرقی تیز. آره ما اصلا ما بچه بودیم که قرقی بری بیا. یا خب پس موافقی که قرقیزستان سفید شه؟ حالا قزاقستان درست. ازبکستان میبینم اینجوری که شما این دست بازی کردید فکر کنم برم سمتش. الان سبزم میشه. نه نه گفتم الان قزاقستان باشه.
ناتوه داره ناتوبازی در میاره. چیلنشید که عمرن نمیتونیم بکنیم آقا. ده تا سوال گذشت رفت آقا. فدا سرش. خوب تا اینجا خواهیم. ببین به مورچه فکر کنید. به مورچه من میخوام الان یه مشخصه دیگه بگم از ناتو. وای خیلی معلوم نیست کیه. دیوونه دارم میشم من. من فهمیدم کی. هی میچرخه. هی نمیخواد بگی فهم. با هر مشخصه و این کار با نوع بازی که دارید میکنه هی میگه اینه. اینه. هی میچرخه. حالا اینو گوش بدین. یه جور مکافاته. من چون در نزدیکانم کسی رو میشناسم که این مسئله رو داره. ناتوی این بازی به شدت وسواسه. نه توی خواب اگه شما باش حرف بزنی جواب میده. بله. ای منم برادرم همین شکلیه. من میگم من به میتونم ناتو برادر شما باشه. یک اعترافایی ازش میگیرن تو خواب. یک آمارایی ازش در میارن تو خواب. یعنی سوال جواب میده سوال. نمی دونین برادر من چه جوریه خواب میبینه تو خواب حرف میزنه در راستای خوابش ازش سوال میپرسی جواب میده. طرف خوابه بهش میگه برادر ناتو دیگه. امروز مثلا دیروز فلان ساعت چند کجا بودی؟ لو میده خودش. داداش این زنم داره. خدا به دادش برسه هر کی از کدومتونین؟ بذار ببینم قیافه کی میخوره بیچاره تر شده بود. چرا اصلا هیچ فکت ناتویی رو من نمیشینه؟ رسول ملا قلی‌پور خدا بیامرز روحشون شاد میگه ما تو دفتر من میرفتم خواب تو خواب حرف میزنه تو خواب. بعد از اول گرفته رو منو تو رومانی. من دارو بیهوشی هم بهم بزنن بعدش بیام تو حالا باز چیز نیستم تو خوابم هم. من اینقدر خوابم عمیقه اصلا بیدار نمیشم از خواب واقعا. اینم بیدار نمیشه اینم تو خواب حرف میزنه. میدونم ولی جوابا رو دیدی تو خواب. نه آقا من خوابم عمیقه. این سوال بعدی ایمان به تو هم میخوره. الان شما انتظار دارید ناتو در این بخش حقایق رو بگه؟ نه واقعا آخه نمیخوام. من واقعا خوابم عمیقه. ولش کن بابا هی داره سختتر میشه. چه رفاقتی اینقدر شناخت آقا اینقدر تحقیق. تو رو خدا این سری منو حس کنی برم دیگه فسفور ندارم به سوزونم بچه. باش مرسی فدات شم. ای نقلو نقلو. خب سوال بعدی میگه که سوال هفتمه دیگه. نمایان شود قوی ترین پاسپورت دنیا متعلق به کدام کشور؟ کدام کشور؟ تو آسیاه؟ بله بله. ایران؟ بله. دو مغولستان. سه آمریکا. چهار ژاپن. ژاپن. پنج سوئیس. ژاپن. ژاپن. این واقعا ژاپن دیگه. چرا ژاپن؟ اینو به خودم میدونستم. چرا ژاپن؟ چرا اصلا قوی ترین پاسپورت یعنی چی بچه؟ اعتباری که توی همه کشورها داره. این اعتباره از کجا میاد؟ ذخیرانه تره به نظرم و ورود و خروج. نه وقتی میگم مثلا این کشور پاسپورتش قوی تر از اون کشور یعنی چی؟ تعداد کشورهای بیشتری رو میتونه بدون ویزا بهش سفر کنه. آفرین. ژاپن بیشتر از 180 خورده کشور میتونید با پاسپورتش بری بدون ویزا. آره ژاپن دیگه. اجماع کنیم ژاپن. ژاپن. ژاپن سفید چه؟ سبز شو. بله. آفرین. آفرین. چند منکس 10 میلیونی بعدی مجموع پول جمع شده شما رو کرد 60 میلیون تومان. او.
سخت‌ترین کار براتون چیه؟ بعد از معدن. صبح بیدار شدم و رفتم به معدن. مثلا عمق 2 متری دریا گیتار بزنم، واقعا سخت. چی؟ وایسه عمق 2 متری دریا گیتار. منم تو 2 متری گیتار بزنم. بیرونش گیتار میزنی؟ نه عمق نیم متری مثلا اونجا خیلی سخت‌تره برایش. عمق نیم متری خوب گیتار میزنی. همین بیرونش نمیزنم خیلی سخته. برام سخت‌تر از معدن این که برم تو عمق بزنم. خیلی سخت‌تر. خودش خوب بود. من فهموندن حرف به یک آدم نفهم سخت‌ترین کاره. یک کسی که یعنی نمیخواد که بفهمه. الان متوجه میشم که نمیفهمه. من ناتونیستم. نمیخواد که بفهمه. قبول دارین ته صحبت خانم تماسم یه تاتلیت بخشی، یه سیاسفی چی؟ یه من فهموندن حرف به یک آدم نفهم سخت‌ترین کاره. یه کسی که یعنی نمیخواد که بفهمه. نه اینکه نمیفهمه. نمیخواد که بفهمه. اصلا خیلی قشنگی. مرسی. واقعا این کاری که گفتش خیلی عذاب آوره. ولی یه کار دیگه‌ای بخوام بگم که از معدن سخت‌تر باشه. تو بیا پیانو بزن تو 2 متری. یک بند تشکیل میدن زیرا من میخونم، من سوسماست رو میخونم با تو. چقدر فکر میکنی؟ بگو. نمیم که واقعا از معدن سخت‌تر. بعدش من میگم ناتو این بازی که الان داره یه چیز دیگه عنوان میکنه سخت‌ترین کار براش بعد از معدن چیه؟ بازیگری که بخواد نقش کارگر معدن رو در حقیقت بازی کنه، یعنی بره تبدیل بشه مثل دنیل دلویز، تبدیل بشه به یه کارگر معدن و چون این فرایند ازش دورم هست انجام دادن خودم فکر میکنم برام میتونه سخت. اوکی. ناتو این بازی از آقای صفا پرسیدین؟ گفت اول همه گفت. اون جوش بود ولی جدی سخت بیدار شدن و سر دنیا به نظرم نزدیک به مال شماست ولی نه اونجوری. چون از نظر من اون خیلی کار سختیه ولی شما میتونی انجامش ندی. آدم که نمیخواد بفهم. سخت ترین کار دنیا دوست داشتن کسیه که دلش نمیخواد دوستش داشته باشی. این خیلی سخته. ولی تو مایلی که دوستش داشته باشی. بله من کارهای سختو دوست دارم. اون به نظرم غم انگیزه، سخت نیست. کسی که نمیخواد دوستش داشته باشی، سری با بهش بگید خب خدا نگهدار. خب تو نمیتونی که دوستش نداشته باشی. ولی میتونی به یارو آدم نفهم مثلا حرف نزنی، بگی با نمیفهمی ولش کن. ولی در درونت نمیتونی دوستش نداشته باشی. به نظرم برای آدم نفهم خودتو بزن به نفهمی خیلی راحت. اون کلاشی که بین شما نشسته، اون عروسک باز، اون ناغلا که الان داره اینجوری نقش بازی میکنه، سخت ترین کار دنیا براش حفظ کردن شعر و آهنگه. از کار معدن براش سخت تره. واسه همین اول کار اومدی دوتا شعر خوندی و بگی من شعر از برم و آفرین. ولی من الان براتون میخونم شعر. منم میتونم مشاعره کنم باهاتون. بریم بخونیم. من همون من ندانستم و بخونم از حضرت سعدی. یه آره یه مشاعره. غزل 504 گنجورش. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که به بندی یا نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. الحق که تو ایمان صفایی و صفایی و صفایی. این میره تا ته. من بخونم؟ بله. مارگاریتا 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 مارگاریتا. ببین چه آخرشم میخواستم بگم دیگه. بگو. ببین چه عشق زیباست که اسمت حتی زیر سوزن گرامافون گیر میکنه. گند زدی بشه. این نیست. حتی سوزن گرامافون هم روی اسم تو گیر کرده. همینو نگفتم آقا. نه. همین متفاوت. چه خوب حفظ کرد. منظور نه. شاعر به نظرم زیاد توضیح نداده بود. من بازش کردم. بخون شعرت. آقای مهری بخونن من یادم بیاد.
تو که گفتی مشاعره میکنم، یعنی میخوای بتره کنی؟ نه میخوام شعر بخونم، نمیخوام یه بیت بخونم، میخوام یه چیزی که تا تهش رو حفظم بخونم. خب من همونو که تا تهش نخوندم. حسین من نمیتونم. تو نمیتونی؟ جی 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 یه شعر بخون. بچه ها گزینه این نیست که نمیتونه حفظ کنه، حفظ کردن برایش سخته. ما دست بزنیم، این شاد بخون. حالا بازم یه چیز باحال شنیده بودم، اینو براتون میگم. یه روز حضرت موسی از دم کوه سینا داشت میرفت، به خدا گفتش که ارنی. جواب شنید گفت لن ترانی. بعد سه تا از شاعرهای ما راجع به این اتفاق جواب دادن. سه دیدگاه مختلفه. آره، سه تا دیدگاه کاملا متفاوته. یکیش شعر سعدیه که میگه چورسی به کوه سینا، تور سینا، چورسی به تور سینا، ارنی مگو و بگذر که جواب این تمنا نیرزد به لنترانی. که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. بعد چیز میکنه، این نگاه زمینی داشته به این اتفاق، ولی حافظ میاد میگه چورسی به تور سینا، ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانی. آفرین. مولانا اومد یه چیز گفت، اصلا قویده همه چیو گفت، ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنتران. البته این فقط این بیت اولی که لطف کردی برامون مکتوب به حضرت سعدیه، اون ارنی بگو و بگذر، چو رسیب تور سینا، ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانی، و اون شعر بیت حضرت مولانا که میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی، مکتوب نیست، به این دوستان وصله، منسوبه، منسوب اون موقع دوستان. شعرها هم دیگه رو دیس میکردن. یه ذره نگاه ها جز نگاه زمینی نی، نگاه حضرت سعدی نگاه عاقلانه است. آره، که میگه تمنا نگاه حضرت حافظ عاشقانه است و نگاه حضرت مولانا عارفانه. نوبت شماست خانم تماس. من اگه وسطش اشتباه خوندم کمک کنم. اشکال نداره ولی تو را من چشم در راه هم شبا هنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، و از آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راه هم. من تا اینجا شو. عالی بود. عالی بود. خیلی هم عالی. آفرین. خب به نظرتون کی الان جون خودش رو نجات داد؟ جون خودش رو نجات داد؟ من علی صبوری تلاشی نکرد. شعر یکی دیگر رو گفتی. خب بیام بخونم، یکی دیگه بخونم. بخون یا مارگاریتا مارگاریتا مارگاریتا. علی تلاشی نکرد. بانو بسیار سخت خوند، علی چیز حسین هم سخت. یکی دیگه میخوام دست بزنید براتون. سخت خوند یعنی چی؟ یعنی خوب بود؟ نه یعنی سخت حفظ کرد. پس من سخت چیز کردم ایشون هم. یا الا یا ایها الساقی ادر کسم منابل ها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گله آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. بلدم ولی بیت بیت. اوکی بیت. من بگم گفت دست بزنیم دیگه. دست بزنیم. ریتمو بده. نه نه ریتمو بده. دیشب تو خواب هلال ماهو دیدم. نه نه نه. یکی یکی ستاره ها رو چیدم. چی کار کنم؟ دیگه عزیمه بعدش دیگه واقعا نمیشه، قابل گفتن نیست. پس توی بچگی بهت میگفتن صدات بده. بعد که بزرگ شدی دوستام عوض کردم. خوندنت هم روش کار کردی. آی. بریم به سوال بعدی. سوال نمایان شود. سوال هشتم که بعدش بعد یه نفر دیگه حذف بشه، میگه مخترع کدام یک از گزینه‌های زیر کارمند ناسا بوده است؟ یه چیزی که به هوا فضا رفت نداره. مخترع ماشین حساب، مخترع تفنگ آب‌پاش، تفنگ آب‌پاش، مخترع ماشین کنترلی، مخترع هولاهوپ، مخترع موشک بالستیک. هولاهوپ همین گرداست که اینجوری گرده، یا هولاهوپه یا تفنگ آبپاش. موشک بالستیک نیست؟ نه ببین، کارمند ناسا سوال این شکلی باید یه چیز احمقانه باشه به نظرم. تفنگ آبپاش یا هولاهوپ به نظرم. هولاهوپ چیه؟ من نمیدونم. این گردایی که اینجوری دور حلقایی که دور کمرش. من متوجه نشدم. آقا مهری گوش بده، کارمند ناسا احمقانه و واقعا سوال گونه ایه که تو نباید موشک بالستیک. آره اگر کارمند مثلا ناسا موشک، ببین من میگم ماشین کنترلی و موشک مه و شه داره، مه و شه رو فاکتور بین این دو تا گزینه است.
دوستان حالا خواستین بین ماشین کنترل یا موشک بالستیک، بله بین گزینه 3 و 5 خواستین اعتماد میکنید، نخواستین برین با فکت هاتون و من رو هر چی که نظرت کیه؟ علی من هم چنین تصوری دارم. ببین موشک بالستیک همونه که کلاک هسته‌ای میبره دیگه. بله. خب اگر ببین نظامی ناس... اونو تولید دارم عرض میکنم ناسا اون زمانی که برای اولین بار تونست یک موشک بفرسته دور زمین قرار بود 7 بار بچرخه، کلن 3 بار چرخید و موفقیت برگشت زمین. اون زمان ماشین حساب بوده، خب پس نیازی نبود. هدی از مرحوم ملا قلی پور هم یه داره عجیبه که این گرفته باشه، ولی بعید هم نیست تو بچه که تئاتر اجرا کرده باشن بهش جایزه بعد امریکا میخواد اینو بفرسته بالا. اونجا کار ناسا در واقع اصلیش کجا میفرستن؟ جا؟ کجا میفرستن؟ میفرسته در جو دیگه. هیچ وقت حالا به معنی اولین موشک رو شوروی سابق فرستاد در فضا و انسان رو برگردون سالم. به نظرت کی نیست؟ آقای مهری به نظرم نیست. حسین نیست. ایمان چی؟ میتونه مهسا دوباره باشه. دوباره؟ آره. چون اینطوری نیستش که به وقتی نه میتونه تکراری باشه، ولی الان من شکم بهش خیلی کمتره نسبت به دسته بشه، شکم به علی زیاده. من از همه اول به علی شکم. شما دارم اشتباه کنیم برو ببینیم موشک فرستاد که قرار بود 7 دور دور کره زمین در جو بگرده که 3 دور گشتاش آتیش میگرفت برگشت، ولی سالم برگشت تو دریا. خب اون زمان ماشین حساب بوده. حالا رفتم به فضا رو چیزا، ولی رفتم به کره ها به نظر من دروغه. بین 3 و 5 دیگه. من اجماع میخوام. حالا از این اجتماع میخوام. من هولاهوپ به نظرم. وایسین هولاهوپ. شما هولاهوپ چیه؟ یک چیز گردیه که میذاری روی بابا حلقه، حلقه بابا حلقه میزنن کم اینو. چجوری؟ هولاهوپ. اجماعتون چیه؟ هیچی فعلا اصلا. چیز دارید؟ هنوز چالش دارید؟ آره. چالش بریم؟ بریم. دو گزینه‌ای دارید؟ بله، 3 و 5. بین بین 3 و 5 این؟ چرا 5؟ آقا میوشه قرقیزستان و قزاقستان رو چجوری اعتماد کردیم؟ که اشتباه گفتیم دیگه، گفتیم قرقیزستان ولی قزاقستان بود. پس چرا به من اعتماد میکنی؟ اشتباه میکنیم. من میگم بین تفنگ آب پاش و هولاهو. تفنگ آب پاش؟ چرا ناسا و کارمندش تفنگ آب پاش؟ نه ببین میگه مختره کدامی نه چرا باید اصلا اختراع کنه کارمند ناسایی برای جو... فان برای فان اون لحظه ای که فشار کاری ماشین کنترلی هم میتونه باشه ها، مثلا میخواستن چک کنن یه چیزی برای من گزینه 3 ماشین کنترلی نمیدونم، اما مثلا یه کارمند ناسا بودی نمیدونم آده باحال. شاید ماشین کنترلی کمک میکرده بتونن چیزای کوچیکتری رو اختراع کنن بفرستن روی سطح سیارات. آره ماشین کنترلی نه ماشین کنترلی پیش زمینه یه ساخت چیز بالاتری باشه. میتونه ماشین کنترلی باشه برای اینکه ببره و بیاره، ولی ماشین کنترلی چندین ساله اومده نمیشه بریم تو این فضاها. ها راست میگی. بعد ببین کارمند ناسا فکرهای خیلی بزرگتری داره. پس بین تفنگ آپاش و هولاهوپ من میگم چالش بگیریم دیگه. چالش میخواید نمیخواید شماها تصمیم بگیرید دیگه، من نظرمو گفتم. تو علی چی میگی؟ ماشین کنترلی موشک بالستیک. تو میگی بین تفنگ آپاش و هولاهوپ. بابا اصلا گیجمون کردی حسین. نقطه اشتراک اصلا این دوتا ندارن. شما بعد نقطه اشتراک شما خودتون چیا میگین؟ نمیدونم به خدا. بچه ها چالش میخواید یا نمیخواید؟ آره یه چالش فعلا به اون بده بعد تصمیم میگیریم. بین هر کدوم از کلمات همین جمله یه صدا بذارید و بدون توپق با گزینه ها اجرا کنید، یعنی بین گزینه ها هم یه صدا. یعنی صدا یعنی ا او ا وی مثلا مختره کدام یک از گزینه های اینجوری صدای مختلف؟ نه میتونه مختلف باشه میتونه تکراری باشه. مختره کدام ا یک ا از او گزینه های ب زیر آی کارمند ناسا بوده آی است. گزینه ها هم تو به ترتیب
اذیتم نکن نفسم در اومد. اذیتت میکنه. گفتی سوال میگه. هممون باید بگیم. ماشین حساب، تفنگ ار پاش، هولا هوب، ماشین من کنترلی، موشک بالستیک. آفرین آفرین، خیلی خوبه. فقط ایمان بین هولا هوب نمیتونستی چیزی بذاری سر همه. نه اون یک کلمه هولا هوب. دوست داشتم یه حالی بهتون اون وسط بدم. دمت گرم، مرسی. به فکر این قبوله. ببین برای اینکه وقتتون گرفت نشه، دست کم یه نفر دیگه تون داوطلبش انجام بده قبوله. علی جون بفهم. من برم؟ علی جون برو ببینیم بابا. مختره آی کدام؟ یک میو از او گزینه های زیر زیر قرقر. همین خنده رو افکت قبول میکنی بعد زیر. زیر از بعد زیر. آه بعد زیر. کارمند. خندی دیدی. زیر او کارمند به ناساب قرقر بوده غار است. خیلی سخت. ببین خیلی فوسفور سوزون برام یه جا. برو. آره گزینه ها مهمه. ماشین بوم حساب برو. یه کوچولو اولش به نظر ساده میاد، میری تو دلش میبینی خیلی سخت میشه. ماشین بوم حساب، تفنگ آپاش. این تفنگ تو به جا آب خیلی چیزایی که میپاشه. پس جواب تفنگ آپاشه. ماشین کنترلی هولا هوب که به نظر من سرهم وسطش نباید چیزی بذاریم. تو چیزی وسطش نذار. بالستیک داداش خیلی چیزا سرهمه ولی وسطش باید یه صدایی بذاریم. خب سخت. چجوری کمکتون کنم؟ بین کدوم و کدوم؟ یه دونه رو به ما بگو همونو انتخاب کنیم دیگه. داداش خیلی من میگم باز بین دو تا گزینه بگین کدوم ما انتخاب کنیم. بازم اونجوری کنم. آره گند زدیم اون سری. این یعنی سه تا گزینه رو برامون حذف کن. اونو که خراب کردی. داداش دیگه خیلی فرصت. الان میگن بین تفنگ آپاش و هولاهوپ یکی رو انتخاب کنیم. واقعا اینجوری کمک کنم؟ آخه خیلی دیگه چیزه. نه دو تاشو خودتون انتخاب بکنید من یکشو حذف کنم. ماشین کنترلی، موشک بالستیک. نه موشک بالستیک من واقعا قبول نمی‌کنم. نه بچه‌ها موشک بالستیک کار گروهیه، داره میگه ماشین کنترلی تفنگ آپاش. اختراع یه نفره. ماشین کنترلی تفنگ آپاشو هستی؟ من ماشین کنترلیو هستم. هولاهوپ موشک بالستیکو اصلا نیستم. ماشین حسابو اگه تو چیزی تفنگ آپاش ماشین تفنگ آپاش دیگه. تفنگ آپاش ماشین کنترلی. ماشین کنترلی هست. جواب تفنگ آپاش. تفنگ آپاش. ماشین کنترلی حذف یا هولاهو اجماع تفنگ آپاش. جواب هولاهو بابا. چهار تا جواب خوب تا اینجا دادی به ماها. جی 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 جین تهدید میکنه به خاطر کمکی که کردی. خیلی داری کمکمون میکنی. خیلی دیگه واقعا داری بهمون. جی 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 خیلی برامون پول جمع کردی ها. 10 میلیون رفت توی کریم عبدالجبار. این سوال ها سوال هایی نبود که هر کسی جا من هم ماشین کنترلی برام گزینه میشه. 10 میلیون دیگه مبارکتون باشه. باری کرده. جورتو دارم میکشم آقای صبوری. جورتو دارم میکشم آقای صفا. حواستون باشه. آقای صفا چه فکتی روی من نشسته واقعا؟ سوال من از شما. این که ناتو قیمه دوست نداره. ولی من ویژگی زیاد گفتم. آها بحث کنیم. مال من اونجاست برش. برو برو بعدی. برو بنویس.
هر خرید شارژ و اینترنت، هم پرداخت قبض، اصلا هر تراکنشی که تو اپلیکیشن 724 انجام میدید شما رو به برنده شدن 240 میلیون تومان جایزه جشنواره بزرگ نزدیک میکنه. امتیازتون رو بیشتر و در واقع شانستون رو بیشتر کنید. 7 نفر برنده 240 میلیون تومان میشن. 7 تا 240 میلیون تومان ها. یعنی بازم تاکید کنم، از دست ندید. نوشتید. آقای صفا، نامه ننویس براشون. یه کلمه، یه اسم، نه از بالا تا پایینه. واقعا چون اسمی که الان می‌نویسم هیچ تأثیری نداره، شعر نوشتم. چون گزینه اول مهمه. کیو می‌خوام بفرستن کنارت؟ دوم یکی از همیت. خانم امامی، کیو به نظرت می‌فرستن کنارت الان؟ نخه، شما... بده بیاد، من نمی‌بینم. نه شعر اصلا، اسم نیست. اسم بنویس آقا. من اگه این دست رفتم بیرون، یکی از اینات هست. خسته من بشه. عمرن شما بری بیرون. اونی که میره بیرون بره. ببر ببین تو پاکت فرد ناتو چی نوشته شده، بگو تو گوشم. وای اگه تو بری بیرون من بمونم با این دوتا ول میکنم، دیوونه میشم. اگه این اتفاق افتاد من میگم حسین مهری نیست. اون ناآگاهه، پس بیرون نمیره. من چرا فکر میکنی ناآگاهم؟ شاید من بین این دوتا یه کسی رو مطمئنم. پس ناآگاه خودتو نشون نده. علی فکر می‌کنی کی عزبه؟ خودم واقعا فکر می‌کنم یا ایمان به نظر. یا تو یا ایمان. شما فکر می‌کنی کی؟ الان نظرم بیشتر اومده رو آقای صفا. یعنی میگه الان ایمان صفا حذف میشه؟ قبلش علی صبوری بوده. نه کی حذف میشه؟ کی حذف میشه؟ بله. خودم. حسین کی از میشه؟ خودم هم. تو هم گفتی؟ من نمیدونم. نگفتی. به نظرت کی از میشه؟ امیدوارم خودم هستم ولی مطمئنم من هست نمیشم. از بین اینایی که گفتن خودم، ایمان صفا بلند میشه و میشینه و دوباره سر جاش میشینه. من گول میزنم، ایمان صفا بلند میشه و مهسا طهماسبی میره اونجا. بیچاره شدم من. خواهش کردم منو حس کنید دیگه. خواهش کردم. حالا ایمان صفا میشینه، مهسا خانم بلند میشه. من وصیت میکنم که آقای صفا یه دست براشون بزنی. با صفا هستم. برید خانم، شما خیلی بلند میشه نظر میدید. آفرین. آفرین. خیلی خوب. بچه خواهش کردم منو بفرستیم برم. واه. اصلا علاقه نداشتم تو این پوزیشن برم. ببین این عجیب ترین سه نفره مثلث میگن چی؟ شدی مربع. اینم بگم کار فیکی میتونه باشه این حرکت. منو حذف کنید. آه من نمیخوام تو این پوزیشن باشم. بابا به خدا اصلا دوست نداشتم تو این پوزیشن قرار بگیرم چون بین این دوتا دیوونه دارم میشم. آره هیچ کسی این که دیال. ولی میتونه این بازی باشه. خیلی قشنگ استراتژی هوشمندانه باشه. ممکن است واقعا نه بنده خدا مظلوم واقع بشه. ولی به هر حال بازیگران خوبی هستید. مهری که نیست. مهری نیست. نه. بین اون دوتاه. همون اول هم مهری گفت این دوتاه. آخه علی صبوری به نظرم ترسو تر از این حرف هست که
علی جان بعدن اینو دیدی نترس، یعنی ناراحت نشی. ترس تو واس که خودشو بندازه تو گیر حسین مجری. یعنی ماها رو بخواد مثلا بیرون کنه. نه حالا مثلا تو رو نخیرون، ولی منو بالاخره نگه می‌داشت. چون اون دوتا، چون علی که مه حسین که گرفته رو خودش. ایمانم که زنگ چرت نمی‌زد. ولی من کسی بودم که ممکن بود نظرمو بتونه با حرف زدن برگرده. ولی ایمانو نمیتونه مثلا نظرشو برگردونه، حسینو نمیتونه نظرشو برگردونه. تنها کسی که این اعتماد به نفسو داره که خودشو با اون دوتا نگه داره ایمان. ایمان مشخصه این آدم در دروغ گفتن به شدت بدشانسه. این من این بچه ناتو منه بچه ناتو منه بچه ناتو منه. چی شد واسه عکس العمل جذابی داشت اینجوری کردی؟ من تو همین اینو داری؟ نه الهی بمیرم برام ناتو. آخه نه همه این خصوصیات ناتو رو میدونم. راست میگه بدشانس. نه یا علیه نمیدونم، حالا بذار موقع نوشتم برسه می‌نویسم. منم آخه نه بدشانسم تو دروغ گفتن؟ آره. من آخه اصلا دروغ نمیگم. اگه بگی لو رفتی؟ اگه بگم در جا میفهمم. اینجوری میشم. اصلا انگار دزدی کرد. ما خود دستپاتو گم میکنی آره. ببین به نظرم اگر من ناتو باشم و بگید یعنی کلن چه باشم چه نباشم من به بازی کمکی نکردم واقعیتش. واقعا دوست نداشتم اینجوری، یعنی دوست داشتم باشه منو هضم میکرد. خب و اما بریم سراغ سوال بعد. سوال نهم میگه عرق کدام حیوان خاصیت ضد آفتاب و آنتی بیوتیک دارد؟ یک اسب آبی، دو شتر، سه لاما، چهار سگ زرد، پنج کرگدن. ببخشید عرق شتر یا خار شتره؟ یعنی که اصلا گیاه خار شتر خاریه که شتر اونو میخوره و از اون خار که در واقع فهمیدم بوت شتره عرق گرفته. شما مستند میبینی باید شما بگین دیگه. والا تو مستند نمود عرق حیوان و خاصیت ضد آفتاب و آنتی بیوتیک هست. سه رو قبول نمین همینطوری هست کنیم شبیه فوش میمونه. لاما میدونی کدومه؟ آره ولی اصلا اسمش هم نبود. لاما وایستا لاما اصلا اون چیز هست دیگه باحال اینجا خوشگل پشمالو هم هست. این شطور مرده خب نه اون اصلا نوعی شطوره آقا. خب پس اصلا ضد آفتاب لاما که اصلا پرنده است پر داره. میدونم نه بابا مثل چی میگه لاما نوعی شطوره. شطوره اینجا خوشگله کلش پشمی سفیده بین شطور مرغ و شطوره یه چیز اونجوریه. پشمالوه بدنش پشم داره. آره پس اون فکر نمی کنم برای چیز باشه. سگ زرد خاصیت داره. شطورم پشمالوه. آقا سگ زرد شما خاصیتش رو شنیدی؟ سگ زرد برادر کی بود؟ شغال. این با شغال بی خاصیت هم به نظر من. سگ زرد هضم میشه. من به نظرم شطوره. شطور ناتو ایمان صفا تو همجنان رو علیه. من ایمان صفا علی ترسو تر از این حرف هست. اولا که خودشو با اون دوتا نگه داره فینال و تنها کسی که این اعتماد به نفسو داره که اینجوری خودشو نگه داره به نظر من ایمان صفا. لاما بعید میدونم. شطورم شاید انقدر زیر آفتابه تفتی عرقش نمیدونم. شطور عرقش رو نمیدونم ولی خیلی چیزاش به درد میخوره. نه برای ما که شاید برای خودش. میدونی من الان دارم رو این دید میرم جلو یا گفتم شطور اگه برای خودشه که باید شطور باشه. شطور توی گرما زیاد میتونه چیز باشه. کرگدن نه کرگدن اصلا دوستشون پوسته کرگدن که اصلا میره تو آب و میاد بیرون هی
اسب آبی عرق میکنه تو آبی که نه اسب آبی تو آب نی نه بیرون هم هست تو آب هم میره اسب آبی هم تو خیلی گونه آره. نوم کوتاهی داره دهنشو زیاد تو آب نیست چرا آبیه هندونه کامل هم اینجا آره خوش خوش میخوای سگ زردو بزنی همینجوری؟ از این ترکیب سگ آبی و سگ قرمز سگ زرد آخه از هیچ کدوم شما حسی گرفت که بتونه من... اعتماد کنه آها اعتماد کنه من آره. بهش گفت من نگاهش کردم گفتم تو ناتوی بعد یه لحظه موقع که داشتیم مینوشتیم یه نگاهی که اگه ازتون حس اعتماد نگرفته باشه پس از شما ترسیده دیگه آره من بهش گفتم توی نه خب آخه از اون دوتا که اصلا حس اعتماد نگرفته ببین من اونجا اعلام که همه همش اعلام کردم بین علی و ایمان مشکوکم حسین اول گفت شما دوتا حسین از اول میگه یعنی از بعد اینکه دستشون شد میگه علی من میگفتم که علی و ایمان بذار باز برد ببین بین سگ زرد و شطور احتمال شطور برای این اتفاق خیلی بیشتری کرد اجما لاما کرگدن نیست قطعا چرا نیست لاما کرگدن؟ لاما دارم میگم یه حیوانیه که مثل گوسفند پشم داره خب اون عرقشو اصلا کی رفته از زیر اون پشمش گرفته که خاصیت زده آفتابیشو بدونن نظر من اینی که نمیدونم آخه لاما و شطور تو یه دستن این تستی هم نگاه کنی میشه بین این دوتا باشه تو میگی کدوم؟ شطور و لاما من بین لاما و شطورم الان چالش نداریم باید یه دونه انتخاب کنه خب منو بس من میگم بین لاما و شطور فرصت سوال بابا یه دونه بگو دیگه کنید. لاما تو چی میگی لاما چی چون من گفتم لاما قطعا نیست میگی لاما شطور دیدی مثلا با هم لازم آره با هم چیزن یه خانواده ان شطور و لاما ها ایمان تو هم به من منطقش برام دارم دیوونه میشم من برای این سوالای این شکلی برای من لاما نیست کرگدن با اون پوستش ضد آفتاب چی؟ آقا به من بچه ها میگن لطفاً رو دود اجماع کنید از بابی میره تو آب نه روحتون شاد که اثرتون رو میذارید بین ما چطور خوبه؟ هشت چطور؟ هرچی خودتون بگینا نه حالا اشتا بیرون بچه های مرده هم نه ول کنیم ول کنیم من بیرون شش اگه میدونم چه کمک کنیم دو پنج چطور؟ چهار بابا داره میشماره خب بگید دیگه دو شطور آقا شطور دو سه. یک شطور سفید بشه سه یا میشه یا نمیشه اوه اسب آبی شما که اصلا بین شطور و لاما مونده بودی من میگفتم شطور ای خدا هرچند من به اسب آبی عمرم فکر نمیکردم منم اسب آبی میدونی چون میگفتی میره تو آب توضیحم دادم چه شکلیه آخه اصلا شما رو اسب آبی نبودین آره نبودیم واقعا فرقی نمیکنه ولی ما دنبال یکی میگردیم که اینجوری بهش بکنیم تو چرا اسب باشه من به نظرم قبل از اینکه آخرین خصوصیت یا ویژگی ناتو عزیز این بازی رو بگم یه دور بزنیم ببینیم از اول چیا بود یک میره تو آشپزخونه یادش میره یادش میره چی کجا بود و این همیشه تکرار میشه ابر قهرمان دوست داشته بشه منفی حفظ کردن شعر آهنگ براش سخت ترین کار دنیا بعد از معدنه تا سوم راهنمایی صداش افتضاح بوده تو عروسی پدر و مادر خودش حضور داشته تو خواب ازش سوال بپرسی جوابتو میده دیگه چی بود؟ آها اون باحاله این بود کلی عروسک داره که با دونه دونه اینا حرف میزنه از دست مرحوم ملا قالیپور هم جایزه پتو پلنگی گرفت این کی هست؟ کدومتونی؟ عجیب غریب پتو پلنگی حالا آخری رو ببین زرنگی؟ آخری رو گوش کن دمپای لانگوشتی آخری رو گوش کن سفر نمیره تا جایی که بشه از طبیعت خوشش نمیخواد دوست نداره بره تو طبیعت سوتی رو داد تموم شد
پرونده پیچیده. الان صد سه نفریم دیگه ایمان. چرا این حرفو تو قبل از بازی زدی؟ که چی؟ که من چرا برم سفر طبیعت؟ برم طبیعت چی کار؟ نه داره میگه سفر کردن رو دوست نداره تا حداقل جایی که بشود. من چیو گفتم دوست ندارم؟ گفته اینه یاد ارتش سری افتادم. دکتر بودم آره. چهار تان اینا رو گفتم مشتری آره. خرید شده آفاری. و من نمیتوانم بزن آفر. درست گفتیم تو هیچ کدوم از جوابای مشارکت نزن. این چیز کرده دروغ گفته. ناتو میتونه خصوصیات خودشو دروغ بگه؟ نه خصوصیات شما این خصوصیت هر یه بار دیگه بخون بر ما. آقا ایشون از سفر خوشش نمیاد، اهل طبیعت نیست. اینه اینو تو قبل بازی گفتی. ببین یه چیزی من بگم. نگفتم از سفر خوشم نمیاد، اهل طبیعت نیستم. اصلا داری کامل اشتباه میکنه. ببین من ولی همینو نگفت. چی؟ ما بیرون بازی نگفت من سفر نمیرم، دوست ندارم. چرا برم؟ چیزی نگید. چیزی نگید لطفا. راه بیفتم برم فلانجا بامبو ببینم. این از بیرون کمک نگیرید. نه دارم میگم نگفت. بعد از که بچا روی تخت‌ها اسم نوشتین دوستان میتونن بیان. نظر دوست بیاد بخ آخه چیزه من یه بار انتخاب درست کردم. خب من گفتم بامبو باشه براش تا کجا؟ تا سریلانکا. ببخشید بیننده های عزیز، دوستای محترم، ایمان صفا مسافرت میره تا سریلانکا که بامبو ببینه از نزدیک. بامبو ببینم با قطر 10 متر. با قطر 10 متر ببینه. بهش برگشتم گفتم برای من ارزشمند نیست سفر برم تا سریلانکا قطر 10 متر بامبو ببینم. خیلی چیزای جذابتری هستش که بخوام به خاطرش سفر کنم. چه چیزای جذابی بگو؟ تایلند مثلا. بگو نه تایلند رو نگفت. بگو چه چیزای جذابی برات. نه برام سفر نمیدونم، سفری که بخوام برم خرید کنم برام خیلی جذابتره. بخوام سفر هیجانی بخوام برم با دوستام خیلی برام جذابتره. خب مدلم این که برم مثلا یهو بشینم مثلا نمیدونم برم فلان جای تاریخی رو ببینم. تو سفرش من که اهل سفرم. خب تو اهل سفری، من دارم با تو حرف میزنم که متوجه شی. گفتم تا اونجایی که داشتی گفتم من تا قله ماسال رفتم دی نمیتونم از خودم دفاع. من زبان دفاع ندارم بابا. من سفر حتی کجا جفت تو مشکوکم. چرا از کجا معلوم تو اون خاطراتو آگاهانه نگفتی که طبیعت واقعیتو داره؟ ولی من اول دست گفتم آگاهانه نگفته. بله میتونه اینم باشه. ببخشید مرحوم ملاقلی پور که به من نمیخورن، یعنی سنی خب هنوز من. تصمیم گرفته شده ای نبودم. من شما گفتین بنده با ایشون در ارتباط. بعد از این من میگم به فکت قبل بازی کار ندارم. ممکنه اصلا بگی آقا من این سوالا رو گفتم ذهنم منحرف کنم. من الان گیر کردم. آره این درسته. چون جفتتون زیبا بازی کردین، من جفتتون رو تحسین میکنم و میگم که من اگر منو الان چیز کنین واقعا برای من ناراحت کننده نیستش. حتی اینکه ببازیم واقعا ناراحت کننده نیستش. ما یه سایدیم ببازیم، هر کدومتون ناتو باشین دمتون گرم. منو تو این بره به یک دوراهی رسوندین. از دوراهی قپون خفنتره و عجیبه واقعا. دوراهی قپون کجاست؟ الان سمت سرا سرگردونه. الان اونجاه دقیقاً سرای سریع. ولی اینو داشته باشه. دوره قفون کجاست؟ جان؟ دوره قفون چیز دیگه پایینتر سرای یاسم نمیدونم کجاست واقعا. دوره قفون سمت فکر میکنم سمت آذری. الله آذری. الله آذری. آره میگه پایینتر از یاسر. ولی یاورون چند واقعا درست گفتی که پایین‌تر از سر یاسر فقط خیلی پایین‌تره. فقط بعدا سرتون مهم اینه که این اتفاق افتاد. ولی اینو دارم میگم داداش، تو که الان داری میگی، میگم این امکانش هستش که دروغ گفته باشه. امکانی دارم من میگم من تنها جفت... امکانی که برام وجود داره اینه که از بیننده ها بپرسم اگر کسی خواهشن کسی هست توی این 80 میلیون که از ایران میره سریلانکا بامبوی با قطر 10 متر ببینه به من یه پیغام بده. من
کانکتش چرا داری اصلا اذیت میکنی؟ من نمیرم سریلانکا که بامبو ببینم. میگم در سریلانکا یکی از جاذبه ها بامبوه، تو برای دیدن بامبو که نمیری سفر. گفتی میرم بامبو رو، من میرم ببینم. بله من میرم ببینم، ولی از دیگر جاذبه هاش هم استفاده میکنم و کیف میکنم. آقای صفا تو کار آموزش خوشنویسی هن نیو قلم تولیدی نیو واقعیت. ولی حسین مهری گفت من هیچ کمکی نمی کنم و نکرد. سؤال آخر، شیطان خزنده نام نوعی؟ یک شیطان، دو جلبک، سه مار، چهار کاکتوس، پنج کروکودیل. آقا من بگم کاکتوس خب قبول میکنی؟ چرا؟ چون من کاکتوس بازم واقعا کاکتوس. و میدونی اینو؟ نه من اینو میدونم. نه یه وقتی هست مثلا کاکتوس برات مهمه، نمیدونم نگه میداریم. کاکتوس واسه من بعد از خانوادم کاکتوس بازم. یادت نمیره کاکتوساتو کجا گذاشتی؟ نه ببین چون دنبال کاکتوس بودم که این مدل خاصی تو دیدی دیگه کاکتوس. آره میدونم کاکتوس. خب واقعیتش اینو سرچ کردم و من شیطان خزنده رو تو کاکتوس خوندم و واقعیتش اینه که شیطان خزنده کاکتوسه. حالا میخواین هر کاری کنین کاکتوسه. اوکی کاکتوسه دیگه. اوکی منم اینو اصلا نمیدونستم که ببین گزینه یک که عملا نیست. شما مثلا شیطان کارتوسه. نداریم که میگه من کاکتوس بازم کارتوسه. دنبال این بودم میشناسم اوکیه دیگه. میگه آره تو کاکتوسا خوندم. آره من عاشق کاکتوسم بگم. پس اجماع کاکتوس با راهنمای علی میشه کاکتوس سفید چه. ماشاءالله ماشاءالله. حالا دوست دارم فکت بیارین روی من. بچه کاکتوس این جمع کردین من اکس 10 میلیونی دیگه اضافه شد. بچه ها 80 میلیون تومان جمع کردید. بچه ها اینجا اینقدر زیاد داریم. اونجا یه دونه اضافه داره. نه نداره. درسته درسته. ولی از بیرون انگار 3 تاست. نه 2 تا هم اونجا مونده دیگه. خب اینا رو بدیم به اون پول میدن ببریم. آقا بس جایزه برای چیه؟ نه نه این دوتایی که اضافه مونده رو بزنم جوام ببین نقدش کنیم. یه جا نقدش کنیم. بفرما بفرما. الان رفتیم سراغ اسما؟ بله به همین راحتی رسیدیم به پایان. بده راحت شو. دارم دیدونه ببینم چه میکنید. من رفتم پیشه خانم های محترم و گل این دست. من اول شکم روی حسین مهری بود. اول آخه چیز آقای مهری اصلا خیلی کمکی نکرد توی جواب سوال. آخه علی هم کمکی به اون صورت نکرد. پر رنگ بنات کدومشون؟ برای من علی. به غیر از هنوز به غیر از فکت مسافرت ایمان. ولی فکت مسافرت که اومد واقعا داری دیوونه میشی؟ آره از چی؟ بین شما دوتا. آها یه سری چیزا بهم میگه علیه، یه سری چیزا بهم میگه تویی. ببین الان سوال آخر رو ببین، علی به قطع جوابو میدونه، اما اگر ناتو باشی که نمیاد یا بگه بچه ها کاکتوسه. میدونی؟ دیوونم داری میکنی. تو گزینت کی هست؟ باورم میشه بین جفتتون واقعا گیرم. خیلی خوب بازی کردی. کدوم یک از این گزینه‌ها به من میخوره؟ ببین نه ایمان ببین میخوام الان با تو حرف بزنم. داداش من که اگه یه دقیقه وایس آقا شما ایمان بعد میدونی من ژاپن رفتم ژاپن جدیدن یا نه؟ ایمان میدونی اینو یا نه؟ خب من رفتم سفر. یه چیز عجیبی هم که یه چیزی هم که ایمان داشت این بود که مثلا اونجایی که داشت میگفتش که دروغش فلانه این گردن گرفتن رو میدونی اگه باشی نمیگیری، یعنی نیستی. من بیشتر سمت حسینم واقعیتش. من نیستم. تو کاکتوس رو میدونی، تو با خودت کنار کاکتوس من رو میدونی دیگه، درسته یا نه؟ بله کاکتوس رو میدونم راجع به تو. آقا یکی از شما دوتا ناتو. من که خودم میدونم. ببین نه الان تو داری میگی یکی از ما دوتا ناتوه درست؟ خب
الان فقط بازی به تو رب داره. توی دست جوادینا، جواد رضویان توی اطلاعاتش گفته بود که به ایتالیایی و اسپانیایی نسبتاً تسلط دارم. بازی تموم شد، اداشونو در آورد. گفتم مهران گفت داداش ایتالیایی کجا بلدی؟ بلد نیستی که. جواب گفت چرا دیگه مسخره بازی رد برگ رد برگ رد برگ. خب آخه راجب مسافرت چجوری میتونه فانتزی طور نمیشته بود؟ روجو مسافرت نرفتن و طبیعت و دوست نداشتن چه اطلاعات فانتزی میتونه بده؟ شما میدونی یعنی اهل سفر هست؟ علی؟ علی میگه مثلا پاسپورت ندارم چون سربازی نرفتم. میگه من میرم سئول خاندا ببینم. سفر که فقط خارج از ایران نیست. نه نه میگه من میرفتم سئول همین الان داشت میگه فقط من که پاندا ببینم. چون یکی ناتوه، یکی ناتو نیست، خب، و یکی دیگه ناتو نیست، خب. تو الان بین ناتو و غیر ناتو شک داری. چی ننوشتید که؟ داریم بحث میکنم. برای من... یا بنویسید، بعداً دوباره بحث میکنیم. از تمام... آخه باید به یه نتیجه برسیم، محمد رضا. از تمام... بنویس. اکت هایی که... یک دقیقه. از تمام اکت هایی که داد، علی برای من، یعنی من تو رفاقتم باهاش، من از دومی سه دیدی من رو گزینه سوم اسم علی رو نوشته بودم، اصلا نذاشتم به گزینه آخر. ولی علی هم خیلی به هم ریختی و دیگه همه روش فوکوس کرده بودیم، یعنی ناراحت بود. آره دان شدیم. همه دارن میگن علی. علی. یه سوال برای من ببین، قبل از سال 85 چه جوری رسید؟ کجا بوده این بچه اصلا؟ مشهد. نه تو تا چند سالگی مشهد بودی؟ من تا 5 سال بوده. پیش علی 97 اومدم تهران. اون تو نوشته جوانی، نوشته جوانی؟ آره عنوان شده جوانی. در جوانی از آقای ملا قلپور جایزه پتو پلنگی گرفته. بنوشتید؟ بله. بعد از شمارش من برمیگردونید همزمان، منتها یک بار میتونید تغییر بدید. یک بار میتونید تغییر بدید. آماده؟ 3 2 1 به چرخون. من چرا این کارو کردم؟ حسین مهری؟ چون دیدم که داری این کارو میکنی ترجیح دادم ناتو ببره. ایمان با همین تو رو نوشتم که اونم اگه خواست تو رو بنویسه که ناتو بچه. ببره تابلاتون رو نگه داری. واه حسین چی کار داری میکنی؟ حسین مهری نوشته ایمان صفا. ایمان صفا و علی صبوری هر دو نوشتن حسین مهری. حسین تو باید خودتو سفید کنی. سفید کنم؟ آره دیگه دو نفر میگن توی. نه الان این گزینه‌ای که در اومد جفتش من باشم اوکی ام. چون ایمان همراهی من نکرد. من نظرم میخوام عوض کنم. چون ایمان همراهی نکرد من ترجیح دادم که علی رو جز گزینه‌ها نذارم، ایمانو بذارم که اگه 1% شد ایمان بشه، اگه 1% شد من بشم ناتو برنده شه. نفهمیدم چی گفت؟ فکر می‌کنی ناتو علیه ولی اونجا ایمانو نوشته. 1% و 1% 98% خالی بود. 1% اگه ایمان بود 1% اگه من بودم. اگه نظرت درست باشه که به کل تیمت خیانت کردی. نه خیانت اتفاق نه که الان خود تموم میشه. چیکار میگه حسین؟ همینجوری گیجیم ما بدتر هم نزن مغزمونو. الان نفهمیدم تو چی گفتی ها. خب الان گزینه دوم داریم بنویسیم دیگه. آره تو گزینت کی؟ تو گزینت اونه بعد منو می‌نویسی؟ حالا نوشتم برام. خب تو نظرت تغییر میکنه ایمان؟ بله. تو نظرت تغییر میکنه؟ من تغییر میکنه. حرف بزنی. تو چی؟ تو تغییر کرد نظرت یا من نه؟ من آره. آن داشت یه چیزایی مینوشتی. آره. پس نظرت تغییر میکنه؟ تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی اینی که نوشتی رو پاک میکنی یکی دیگر مینویسی؟ حسینو؟ الان نه دیگه حسینو نوشتی پاکش میکنی ایمانو مینویسی؟ خودت دیگه دیگه مهری هم. خب پس عوض میشه. چی نوشتی؟ حسین مهری هم. آقا گپ بزنید. هنوز همونه. کردم حسین مهری رو تشدید گذاشت. هنوز همونه. دو نفر که شما باشید ایمان و علی میگید حسین. درسته؟ حسین میگه ایمان. پس حسین همچنان باید خودشو سفید کنه. اگه تو منو نوشتی پس بذار منم تو رو درست بنویسم که تمام.
شما من ببینیمش ببینیمش. تو تغییر دادی، یعنی دومی رو نوشته دیگه، اینو نمیتونی تغییر بدی، قفل شد. شما میتونید همچنان تغییر بدید، شما فرصت تغییر دارید. منم دارم. آره دیگه. خب من پاک کنم. علی تو ناتو نیستی؟ یه دقیقه، مگه علی نوشت که خوب؟ همونه، همون اسم توه، هنوز تغییری نداده. بعدم تا نگردونتش نگیریم، الان تو دیگه تغییر تو نشون دادی. یا این یه بازیه که حسین مهری را انداخته که حجمه ها بیاد روی علی. این که ایشون تا 5 سال پیش مشهد بوده و رسول ملا قلی‌پور مطمئنن در مشهد رفت و آمد میکرده و این در نوجوانی یا جوانی، تو 14-15 سالگی که از نظر ایشون شاید جوانی بوده و شاید نوشته جوانی که بگی آقا پمنکه نیستم. کیا داره میگی؟ علی رو میگی؟ خب علی خودش باید جواب باشه. میتونسته در مشهد جایزه گرفته باشه، تواشی خونده. بله ممکنه، حتما نباید بازیگری تئاتر جایزه گرفته باشه. اصلا عنوان نشده. شما در کدوم جشنواره پتو میدن؟ ببینید تواشی خونده، یه سرودی خونده، یه تو حرم هنرنمایی کرده. خود علی، از علی بپرسید، اون باید بگه که این شک بچه‌ها رو شاید صداش خوب نبوده و اون تواشیه و سروده باعث شده که این حالش صداش بهتر بشه و اعتماد به نفسش برگرده. است علی حرف بزن، دارن رجوع تو میگن. من فکرم علی نوشت و ثبت کرد که من نوشتم برگ، یعنی این اشتباه رو کردم. چی؟ من فکر کردم علی نوشت تموم شد، واسه همین نوشتم و برگردوندم. فکر نمی‌کنم بتونه تغییر. الان یک این، ببین حسین دومین بار برگردون نشون داد، برگردون نشون بده دیگه قفل شده، دیگه تغییر نمیتونی بدی. ببینم علی پشیمون هم بشی یعنی. نمیتونم که. تو تغییری میدی یا نمیدی؟ من میدونم این ناتوه، ولی خب به بازم بهش. تو تغییری دادی؟ دوباره تا برنگردوندی میتونی تغییر بدی. بابا به جان بنویس، ببینم چی می‌نویسی دیگه. خب خودت بنویس دیگه. ایما من تو شیشو بشم. تو شیشو بشه چی؟ نه تو، ولی نمی‌خوام بنویسمش، راستش بخوام. خب یعنی چی؟ این چه چیز عجیبیه؟ تبانی کردی؟ پیدا نکردی دایی با این چیز گول می‌زنی؟ خیلی خب خوبه صادقانه گفت. بابا خیلی دیوونم، منو تو این پوزیشن قرار ندید. خواهش کردم از شما دوتا منو بدید نفر دوم برم بیرون. باش اوکی، میخوای اذیت نشی منو بنویس. همون میشه. چی نوشتی؟ من؟ خب برگردونی قفل میشه دیگه، نمیتونی رو تغییر بدی. نشونش میدی؟ ببینی پس. نه خب چرا با هم نمینویسن انجام؟ ببینم تموم شه، چون این میره دیگه واسه تصمیم گیریه ایمان. آره ایمان، همزمانش کنی. در هر صورت برای تصمیم گیری من ندی. علی بر نگردون. نه نه چرا؟ این میشه تو... ببینی ها کن، این میشه، این چون که تو میتونی ایمان تصمیم بگیره این... بر اساس این بلا. آره بر اساس این میشه، همزمانش کنیم. عادلانش اینجوریه. آره ایمان، اگر تغییری میدی یا نمیدی، اگه تغییر نمیدی اعلامش کن. ببین اون یا نوشته تو که من نوشتم تو، یا نوشته من دیگه. خب هر چیزی اوکی، تو الان نمیدونی کدومو نوشته. خب پس بهتره که خودت بنویسی با هم برگرد. اون اونجوری میشه. بله. تصمیم گیری میشه عادلانه، تحت کنترل. عادلانه اینه. بله. آره. این برگردون من دو الان بین دو نفر باید این کارو بکنی. بابا دارم خودش هم داره میگه خطا کردم. میخوای من پاک کنم؟ چی نه بابا چی پاک کنم؟ من الان بودم عوض کردم. اگر میخوای تغییر بدی منم میکردم ایمان. اگر تغییر نمیدی که بگو من همینم، قفل میشه. آخه مگه میشه؟ ایمانه نه؟ آره به نظرم الان میدونه. شاید اون چون میدونه این با رسول ملا قلی‌پور میرفته دفتر رو میومده اینو نوشته که بذاره رو این، میدونی؟ نه منم صادقانه اصلا پرسوی نگفتم اصلا هیچ. من دو تا فیلم قرار بود، میم مثل مادر و خوابگر، قبل از میم مثل مادر که چیز بودش، اون دوتا کار رو باهاشون بکنم که اصلا هیچ وقتم فرصت نشد. صادقانه گفتم آره من آقای ملا قلی‌پور رو خیلی دیدم.
آفرین آفرین مریمه. تغییر دادی دوباره؟ بله. ایمان نوشتی هر آنچه میخواستی؟ چرخوندی؟ به چرخوندی یه شما هم نمیتونی تغییر بدی. من باید یکیشو پاک کنم. خب پاک؟ ها ها دو تا هستن. نه یکی مشخص کن، مشخص کن بعد برگرد. بفرم علیسا خودتو نوشتی؟ چون دیگه میدونست چیز شده فکر. علی میشه همچی چیزی مگه؟ این چیز شد این دست یه ذره چون من واقعا همه چی رو میدونستم از علی دست سوال دوم از علی شد من همه رو متوجه شد. یعنی ناتو خودشو لو داده احتمالا دیگه. علی ناتویی؟ خب شما چی؟ شما؟ من که اولین چیزی که نوشتم آقای صبوری بود. منم اولیش صبوری بود. آره من اومدم علی رو نوشتم خط زدم اولیو کردم حسین مهری و بعد گفتم چه اشتباهی کردم. ولی یه ذرهشم انصافم بگم و در حق علی اچاف شد. ما سر دوستیمون من خیلی چیزا رو میدونستم اصلا نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم. حالا وقتشه که ناتو بازی به ایسته و ما ایستاده او رو ببینیم. ناتو بازی؟ ناتو بازی؟ من درست گفت چرا منو حذف کردی؟ آه برای اون نگاهه داداش رسول قلقلی بود کجا به تو جایزه؟ نه جدی بچه که بودم بیای چی کار کردی؟ اکران قارچ سمی و اینا بود تو مشهد اومد بعد سوال پرسید راجع به فیلم بعد جایزه گرفتم پتو عروسی ولی خیلی مامان بابام هم که بعد از چون پول نداشتن موقعی که من یه مراسم کوچیک بعد از تو همون 5-6 سالگی من گرفتن که عکس برداری کنن و اینا. بعد دیگه چی بود؟ ابرقهرمان منفی. خوشحالم من واقعا. ابرقهرمان منفی. یه چیزی بگم ابرقهرمان منفی نگفتم. من واقعا دوست دارم اسپایدرمن باشه. ابرقهرمان منفی رو میدونستم، تو خواب جواب میده میدونستم، آشپزخونه رو میدونستم، تمام گزینه‌هاش. یعنی بعد چی واقعا مثلا بعد اونم گفته بودش که تو چرا چیزایی رو نمیشه یه چیزی بهتون بگم خداییش حق من نبود که این جایزه رو انقدر قشنگ جواب دادین من بخوام پولش رو بگیرم. دمت چهارتاتون نگاه کن 80 میلیون جمع کردین با عدالت انسانی درون خودش خاص این حق شما باشه. یه دست مخصوص یه بازنده برنده است به نظر من. البته متاسفانه این جایزه رو نمیبره. مهم کی نمیبره؟ کاش بین چهار تا متاسفانه. مهم فان بازی بود بابا جایزه چیه؟ مهم بازی مثل شماست. علی یه دونه از اون خاطراتی که تو خواب جواب سوال دادنات برات ایجاد کرده رو یادت میاد بگی برامون؟ مثلا گیر افتادی داستان شده برات. نه من چیزم خیلی دیر از خواب بلند میشد، یعنی بمبم میترکید بیدار نمیشدم. بعد نیشابور درس میخوندم بعد خونه من نیشابور خدمت کردم. آره بعد اونجا چیز بودیم یه روز صبح دیدم که صدای انگار بیگ بنگ رخ داد جوی بلند شدم ریخت همه چی. آره برگ هایم ریخت بلند شدم همینطوری آره شاخ در آوردم اومدم در رو باز کردم ترسیدم دیدم دوز داره قفل طبقه پایین رو میشکنه این شیرالات رو میدوزید میفوخ مثلا. خب بعد آره این قف زرده بود و سنگ داشت میزد و اینا و من رفتم پشت سرش اصلا واقعا کپ کردم چند تا پله بودم داداش بعد یورم تو داشت میزد یوی من رو نگاه کرد کپ کرد گفتم خجالت نمیکشی؟ گفت آقا ببخشید. گفتم نه خجالت آقا غلط کردم اونطور خود زنگ نزدم. گفتم نه اصلا بحث پلیس نیستش بی شور کی ساعت 8 صبح میاد دوستی؟ تنها بودی تو خونه؟ آره گفتش ببخشید غلط گفتم برو 11 بیا من 10 کلاس دارم. آره رفتم و 11 اومد زد خونه با اینا بعد این شیرالاتش زد خالی بود دیگه گفتم یه چیزی به این برسه ببخشید اگه کارو زشتی کردم اینا
ولی دیگه از اون به بعد کلا این فوبیا رو کسی با هم صحبت میکنه تو خواب درجه جواب میدم، یعنی امکان نداره با هم صحبت میکنی ثانیه نمیفته جواب میدم. به خوابت ادامه میدی؟ اصلا تو خواب عمیق چه باش عمیق ترین خوش میتونی تست کنی، هر سوالی بپرسی درجه جواب میدم. الان این قسمت رو خیلی شما رو بخواب من چند تا سوال دارم. آره با این قسمت رو واقعا دوست داشتم، این آخرش خیلی واسه من سخت بود، حتی بیرون کردن شما واقعا واسه من سخت بود، دوست نداشتم ناتو باشم، ببخشید اصلا دوست نداشتم. نه بابا خیلی باحال و اینکه این آخرش واقعا دوست نداشتم تلاش کنم. واقعا چرا منو ندادی بیرون؟ مگه این آدم نگفتم منو بفرست برم؟ ببین واقعا جمع دوست داشتنی همین که بینتون هم افتخاریه واقعا. علی تو خیلی آقایی ها. من نوکرم اصلا رفاقت حسین ندادی بیرون بچه ها. من با علی چند وقت خیلی نیست آشناییم، اما به جرأت محمد میگم یک حجمه ای بر علیه علی صبوری یه وقتایی شکل میگیره. آره منصفانه من نیست. اصلا کاری به این کاراکتر آرتیستی علی ندارم، چه اصلا کجا اومد چیکار کرد چیکار میخواد بکن، اصلا این بخش آرتیستیک و بخش حرفه‌ای علی رو کاری ندارم. بخش دوستانش علی هم خیلی از خود گذشته است، هم خیلی آدمه، خیلی آدمه. به افتخارش دست بزنیم. نه بود انصافا ببین توی این چند وقته به علی هم خیلی سخت گذشت، هم بهش خیلی فشار اومد و منم توی همین منم الان نزدیک مثلا چند ماه با علی دوست صمیمی شدیم، ولی یه خصوصیت خوبی که داره واقعا خوشقلبه. بعد یه خصوصیت باحال دیگه ای که داره هر چیزی از علی میبینی همونه، هیچ وقت پشت هیچ ظاهری نیستش و خیلی وقتا خیلی از آدم آره واقعا اونجوریه و بارکلا بهت خیلی وقتا سختی هایی که کشیده و بهایی که داده به خاطر همون آره رفتار چیزشه. قرمز شد انقدر که بچه یه چیز بگم یه تیک شد با لباس علی قرمز شد به جون ایمان. یکی یه جایی نوشته بود معذب و این مؤدب نوشته بود، یعنی میم و بالای و همزه گذاشته بود، ولی با اینه دیگه درست؟ با اینه با دالزا معذب دیگه معذب با اصلا از عذاب میاد اینه. آقای صفا شما بی‌نظیرین، شما واقعا در شما خانم شما همینطور، یعنی من واقعا شما که عالی فوق‌العاده انقدر که ازتون انرژی خوب شما همینطور، یعنی انقدر حالم خوب شد که چون من نمیدونستم دقیقا با کیا هم گروه هستم، خیلی خوشحال شدم که شما عزیزان بودین. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، حال دلتون فوق‌العاده خوب. نگو هشکمون در چرا این کارو میکنی با شعری از مریم حیدرزاده تموم شد. به خدا کیف مارگاریتا 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 مارگاریتا. حسین نمیدونم خسته بود چی بود، همون شعرارم یک دو جا ریپ زد، من به حسین شک کردم. نه شعره چیزی بود که نه میدونی چی بود؟ چرا واقعا شعره من میدونستم الان چیزی بودش که خب بچرخه خود علی. علی باحال ردش کرد، علی خوب رده انداخت تو مارگاریتا مارگاریتا. من خواستم رسید اینجا یه ذره زنه بیفته رو من دوباره بچرخه. کاش اینو نمیگفتی، ای خدا کاش نمیگفتی، ریختی منو به اشکم در اومد. ای وای داره اشکش در اومد. کاش اینو نمیگفت به خدا. برنامه فانو ببین چی کار کرد. جمع ندارم کسی اصلا تعریف کنه. من اشکش رو در آوردم، ازش عذرخواهی میکنم. قول میدم بهت. نه بابا چی واقعی. بچه ها من به افتخار شما دست میزنم. بابا شما این یه قسمت جذاب دیگه شکل دادید. خیلی سپاسگزارم. دست بالا. سلام. آره دیگه تونستم، من نتونستم و با خیلی باحال بود. من که خوش گذشت مطمئنن خیلی شد شاید بگن بابا چرا خودتو نوشتی اینا. خیلی دورایی سختی بود، سختتر از دورایی قبلون، پایینتر از سرای یاسر. اگه من با علی دوست نبودم نمیتونستم پیداش کنم به این راحتی، چون خیلی موی داشت، جوابا رو میداد، جوابا رو یه جوری داشت میداد حد زده نمیشد. من از روی اون شناختی که داشتم دیگه منم تو بازی شوخی نداره با هیچ. مجدد یه بازی فوق العاده جذاب داشتیم و
و من به خودم افتخار میکنم که اینقدر باهوشم و ناتو رو همون اول شناسایی میکنم. یعنی هم تو دست قبل خانم طهماسبی رو من تشخیص دادم، این دستم نوشتم آقای صبوری، تا آخرشم رو حرفم بودم. انشالله که دست بعد که بازی میکنیم درست بتونم ناتو رو تشخیص بدم. امیدوارم دوست داشته باشیم. جانم خیلی بازی جالبی بود، از اطلاعات عمومی خوشتون اومد؟ کاش توی ناتوی خودم انقدر میتونستم کمک بکنم، ولی علی صبوری هم عالی بود، همه بچه ها فوق‌العاده بودن. امیدوارم کیف کنین این قسمت رو دیده باشین، از دیدن این قسمت امیدوارم کیف کرده باشین. اینجوری درست داره ناتوی این بازی یه چیزی داره که هی تکرار میشه و اون اینه که مثلا وارد